بسیار عالی. با سلام مجدد خدمت همه دوستان، من پیمان ملاس هستم از مرکز بربری پارس. باعث خوشبختی و افتخاری که در خدمت آقای فرهاد علوی هستیم که در رابطه با personal transaction with ایران با US person، یعنی داد و ستد مالی با ایران در دوران تحریما صحبت بکنن. میدونم که این مسئله ایه که همیشه در جامعه ما سوالای فراوانی در این رابطه وجود داره و لطف کردن آقای علوی دعوت ما رو قبول کردن در خدمتشون باشیم که بتونن اطلاعات کلی در این زمینه به ما بدن. آقای علوی مستقر در واشنگتن دی سی هستن، منیجینگ پارتنر ات اکریویس لیگال فرم. ایشون متخصص تحریم ها، مسائل امنیت ملی ایالات متحده و صادرات، کنترل صادرات، مقررات ضد فساد هستند. رسانه های بسیاری بین المللی به انگلیسی و فارسی با ایشون در این امور مصاحبه کردند. به طور مرتب به عنوان کارشناس و صاحب نظر با بی بی سی پرژن، بی بی سی انگلیسی، فاینانشال تایمز، نیویورک تایمز و غیره شرکت میکنن و در این رابطه صاحب نظر هستند. لطف کردن که امشب خودشون و امروز ما وقت دادن در خدمتشون باشیم. برای قسمت پرسش و پاسخ بعد از اینکه صحبت‌های ایشون بین حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه هست، بعدش که تموم شد قسمت پرسش و پاسخ، دوستان لطف کنین سوال‌ها رو روی قسمت چت باکس بنویسید. همکار من از بخش امور مهاجرتی پارس خانم زهرا برهان اینجا هستن و قسمت پرسش و پاسخ سوال‌ها رو از روی چت باکس می‌خونن، آقای علوی پاسخ خواهند داد. باز هم متشکر از حضور آقای علوی و همه شما دوستان. فرهاد جان در خدمت شما هست. خیلی ممنون پیمان جان، خیلی ممنون زهرا جان و با تشکر از مؤسسه برابری پارس برای برگزار کردن این برنامه و اینی که از من دعوت کردین که من دعوت کردین که اینجا صحبت کنم. عرض کنم که صحبت امروز در مورد همین تغییرات و به اصطلاح کنم بعض موجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستن، ولی خب تمرکزش بیشتر روی اشخاص آمریکایی یا به خصوص جامعه ایرانی آمریکایی هستش. در واقع اگه بخوام کلیت تحریم آمریکا رو تعریف کنم، فکر کنم تا حداقل فردا صبح یا پس فردا صبح اینجا میتونیم بشینیم، ولی خب تا اونجایی که تونستم سعی کردم اینو متمرکزش کنم، در واقع محدودش کنم به اون ابعادی که به نظر من کاربرد داره برای افراد معمولی که ممکنه سوالی در این مورد داشته باشن. در ابتدا چون ما دفتر حقوقی هستیم، بعد این به اصطلاح لنگویج قانونی داشته باشیم که من اینجا این صرفا برای جهت اطلاع شماست و خب به اصطلاح رسما کنسه یا به اصطلاح رپرزنتیشن حقوقی نخواهد بود. هر سوالی داشتین حتما با یه نفر کارشناس مجرب صحبت بکنید. هدف من با برنامه امروز این نیستش که همه رو تبدیل کنم به کارشناس تحریم. این خیلی کار سختیه. ما خودمون موکلایی داریم که شرکتن و اون به اصطلاح رابطه ما هم یه ممکنه مثلا خیلی وقتا یه وکیلی باشه تو اون شرکت که خودش حقوقدانه، ولی با این وجود خب از ما در این موارد سوال میکنن. به این ترتیب خود بندم به عنوان یه حقوقدان مدام با وکیلای دیگه کار میکنم که من که خب من به اصطلاح دانشم محدود به یه سری زمینه‌های خاص در واقع تمرکز تجربه. در نتیجه نکته اینجاست که این فقط یه معرفیه، یه به اصطلاح سمپل، یه تیزر به اصطلاح که فقط معرفیتون کنه به اون ابعادی که مهمن و شاید بخوایم بیشتر روشون تمرکز کنیم و فکر کنیم و سوال داشته باشیم. اجندای امروز در واقع نکته اینجاست اشتباس و یه 5 تا ابعاد داره، به اصطلاح 8 تا قسمت داره. یه معرفی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران به طور خیلی فشرده. قسمت دوم انتقال پول از ایران به آمریکا در واقع، بعد اجرای قانون و کاهش دادن ریسک و تغییرات اخیر بعاتی و سوال و جواب. این پرزنتیشن من فقط تیتراش رو به فارسی گذاشتم چون راستش به عنوان یکی که آمریکا به دنیا آمده بزرگ شده، یک کمی نوشتن اینطور متن به فارسی کمی سخته و برای گفتم پرزنتیشن خودش به طور شفاهی به فارسی خواهد بود. اگه سوالی هم بود خب کمال میل به زبان فارسی هم جواب میدم. خب یه معرفی کلی من خدمتون بدم در مورد این تحریم‌ها چون خیلی سوال هست و به خصوص حالا با توجه به اینکه این وبینار همه از دور آمریکا غالبا دارن حضور دارن، ولی در این حال
شاید بخش اعظمشون از جنوب کالیفرنیا باشن، ما خیلی میبینیم تو دفتر با اینکه موکل از تمام آمریکا داریم، خیلی تو خود جنوب کالیفرنیا هستن و به نظر میاد که خیلی از به اصطلاح دیدگاه های اشتباهی غلط میشد گفتش که یا سوء تفاهم ها از اون طرف بیشتر شاید تا جاهای دیگه آمریکا. در نتیجه واسه این که گفتم باز این سوء تفاهم ها رفت بشه تا اونجایی که میشه، یه خلاصه خدمتتون بگم. تحریم ها رو شاید میشه گفت به دو بخش میتونیم تقسیم کنیم. یکیش تحریم های به اصطلاح یک جانبه آمریکا که یونیلترال سانکشنز محسوب میشن، که اینا محدودیت هایی هستن از طرف دولت آمریکا روی US person در قانون تحریم آمریکا، تو این Iranian Transactions and Sanctions Regulations، یعنی در واقع آیین‌نامه اصلی تحریم های آمریکا بر علیه ایران، تعریف شده به عنوان اشخاصی که سیتیزنن یا به اصطلاح کارت سبز دارن، گرین کارت دارن، هر جای آمریکا که دنیا که ساکن باشن یا حضور داشته باشن، و اشخاصی که سیتیزن نیستن، گرین کارت ندارن ولی خب الان در حال حاضر فیزیکلی در آمریکا حضور دارن. حالا من باز راجع به این بیشتر صحبت خواهم کرد. خب وقتی که شخص US person باشه، این میتونه شخص حقیقی باشه یا حقوقی، یه سری محدودیت‌های خیلی وسیع هست رو اون آدم، رو اون اشخاص. بیشتر معاملات با ایران خب قدغنن و از اون طرف دیگه هم خیلی از شخصیت‌های ایرانی، حالا باز میگم حقیقی و حقوقی، من جمله مثلا سپاه پاسداران یا نهادهای دولتی یا بانک‌ها، حتی یه سری بانک‌های خصوصی، در واقع به نوعی میشه گفت با اشخاص آمریکایی ممنوع معامله هستن. این تحریم هایی که من دارم راجبشون صحبت میکنم در واقع تحت قابلیت و اداره دفتر اوفکن، Office of Foreign Assets Control، که متعلق به وزارت خزانه داری. Office of Foreign Assets Control هم بعضی به فارسی میگن دفتر کنترل دارایی های خارجی، همون اوفک که باید هم اسمشو شنیدید. بخش دوم که تمرکزمون امروز نخواهد بود، این به اصطلاح قضیه تحریم های ثانویه که اگر به اصطلاح رسانه های فارسی زبان رو گوش بدین یا تماشا کنین خیلی در موردش صحبت میکنن، که در واقع شاید میشه گفت بخش اعظم برجام و توافق هسته‌ای روی این موضوع بود، نه روی تحریم های یک جانبه به اون صورت. اینا در واقع محدودیت هایی هستن که آمریکا روی اشخاصی در کشورهای ثالث میذارن، مثلا شرکت هایی که در آلمان یا امارات یا مثلا فرانسه و ژاپن هستن، که در واقع میگن که بله بر فرض دارم میگم اگه مثلا در زمینه انرژی، بخش انرژی اقتصاد ایران یا بخش مثلا خودروسازی یا صنایع سنگین ایران شما مثلا فعال باشین، ممکنه تو آمریکا یا تحریم بشین یا مثلا دوچار محدودیت های دیگه باشین، مثلا نتونین یه سری وام ها رو بگیرین یا مثلا با دولت آمریکا معامله کنین و غیره. این چیزی نیست که واسه اشخاص معمولی در آمریکا خیلی به نظر من مفهومی داشته باشه یا مهم باشه، ولی فقط گفتم اینو بگم. یعنی در واقع خیلی وقتا وقتی شما میشنوین که به اصطلاح آمریکا تحریم‌های جدیدی مثلا اعمال کرده، ممکنه مثلا از این تحریم‌های ثانوی باشه یا مثلا یه سری اشخاصی رو مثلا به اون فهرست سیاشون list of specially designated nationals and blocked persons یا معروف به SDN list اضافه کردن. یعنی الزاماً تحریم جدیدی روی معاملات ممکنه نباشه و بیشتر اوقات هم نیست. خب سوال اینجاست که US person کلن تعریفش چیه؟ یه خلاصه الان عرض کردم خدمتون، ولی واسه که اینو سادهش کنم، من تو یه سلاید اختصاصی گذاشتم که در واقع بدونین که US citizen ها هر جای دنیا باشن، یعنی حتی ساکن ایران هم باشن، به اصطلاح US person محسوب میشن. اشخاصی که به اصطلاح اقامت دائم دارن در آمریکا، گرین کارت یا کارت سبز، باز اونا هم هر جای دنیا که باشن US person محسوب میشن. و اشخاصی که نه سیتیزنن نه گرین کارت دارن، منتها توی به اصطلاح آمریکا حضور دارن، مثلا فرض بگیریم یه کسی که با ویزای B1 B2 مثلا مسافری اومده آمریکا، یا کسی که با ویزای F مثلا به عنوان دانشجو اومده آمریکا، تا زمانی که اون اشخاص که به اصطلاح نان ایمیگرنتن یا با ویزا اینجا هستن تو آمریکا هستن، اونا هم باز US person محسوب میشن. حالا نکته خیلی مهم اینجا اینه که اگر شما
هر کدوم از این سه تا تعریفی که بالا گذاشتم، اون سه تا بولت پوینت اولو به اصطلاح تحت اون به اصطلاح در واقع قرار بگیریم، شما یو اس پرسن محسوب میشین. یعنی در واقع مهم نیست اگه مثلا بر فرض اقامت دبی هم داشته باشین یا مثلا سیتیزنشیپ کانادا هم داشته باشین، کافیه شما سیتیزن آمریکا باشین یا گرین کارت هولدر، یا اینکه فقط تو آمریکا همینجور باشین که این تعریف یو اس پرسن رو به اصطلاح میت بکنین به قول آمریکایی‌ها. و هیچ معافیتی نیست برای اشخاص ایرانی آمریکایی. یعنی در واقع ماها که اصالتاً ایرانی هستیم هیچ به اصطلاح توانایی بیشتری یا شرایط استثنایی برای ما نیست به مقایسه مثلا یکی که هفت جد آبادش آمریکا بوده. همین که این خیلی مهمه، یعنی در حدی مهمه که خیلی به نظر میاد که ببخشید فکرم کسی سوال کرد که بعضی ها فکر میکنن، در واقع اینجوری بگم که حالا که من وارد بحث قانونا میشم، با توجه به این تعریفی که الان عنوان کردم، خیلی از این قوانین شاید اصلا به نظرتون کاملا مضحک و اصلا عجیب غریب به نظر بیان، ولی حقیقتش اینه که این قانونا به اصطلاح پوشششون خیلی وسیعه و به این ترتیب بعد خیلی مراقب باشین که خطا نکنید. خب حالا در مورد یو اس پرسن عرض کردم، حالا سوال اینجاست که خب این محدودیت ها در واقع چی هستن؟ به نظر من خیلی واجبه که در ابتدا از اینجا شروع کنیم که تقریبا همه چیز با ایران، یعنی هر نوع انتقال اجناس، خدمات و تکنولوژی با ایران از هر جای دنیا، نه تنها آمریکا بلکه کشور ثالث، از طرف یو اس پرسن قدغنه، مگر اینکه عکسش تو قانون قید شده باشه یا یه معافیتی موجود باشه. یعنی در واقع باید ببینیم که این به اصطلاح چارچوب تحریم آمریکا علیه ایران بزرگترین نظام تحریمی در تاریخ آمریکا بوده. فکر کنم میشه گفت حتی در دوران برجام باز اون چیزی که باقی مونده بود باز خیلی وسیع بود. حالا این نوع محدودیت‌ها چجوری هم، واسه اینکه اینو روشن‌ترش بکنم، مثلا تقریبا تمام معاملات ملکی در ایران از طرف یو اس پرسن قدغن. داشتن حساب بانکی تقریبا به طور مطلق، باز میگم، قدغنه. شاغل بودن در ایران به جز شرایط خیلی استثنا، مثلا کارمندهای سازمان ملل و اینطور نهادهای اونجوری بین‌المللی، باز قدغنه. یا گردوندن یه بیزنس در ایران، یا وارد کردن از ایران یا صادر کردن به ایران، حتی بین ایران و کشور سوم، نه تنها ایران و آمریکا، اینا تقریبا به طور مطلق غیر قانونی هستند، مگر اینکه آدم به صورت یه مجوز اوفک لایسنس داشته باشه. حالا با توجه به این، در واقع اینی که من گفتم، این در واقع از اینجا شروع کنیم که همه چیز مثلا فرض بگیریم که غیر قانونی، مگر اینکه عکسش باشه، بعضی از معاملات مجازن طبق یا به صورت شرایط استثناء، بقول معروف اکسپشن، که مثلا اون شامل مثلا مسافرت کردن در ایران یا خرج کردن در اون مسافرت، یا مثلا مکالمه و مکاتبه با ایران مثلا مسائل شخصی، و به اصطلاح انتقال به اصطلاح مدارک یا مثلا آثار کتبی و صوتی و تصویری، مثلا فیلم و موسیقی و هنر و تابلو، این حرفا، اونا خب مثلا استثنا تحت، باز میگم، یه سری شرایط. و یه سری کاتگوری دیگه هستن بهش میگن جنرال لایسنس، که قاعدتا اینو شنیدین. خیلی هم اصطلاح به نظر من سختیه که توضیح دادنش، برای که مردم مدام اینو با کانسپت سپسیفیک لایسنس، یعنی در واقع مجوز خاص، اشتباه میگیرن. جنرال لایسنس در واقع یه سری آثارتیه، یه سری در واقع اجازهاتی هستن که اجازاتی هستن که کلی هن، و در واقع تا زمانی که آدم یه سری مقررات رو رعایت بکنه احتیاجی نداره که اقدام کنه به اوفک و درخواست شخصی کنه برای اجازه. یعنی در واقع اونجا بولت پوینت اول دقت کنیم، من نوشتم که بخش اعظم اینا در واقع مجوز اوفک میخوان. واسه خیلی از این چیزا، من جمله مثلا داشتن حساب بانکی در ایران، شما ممکنه احتیاج داشته باشین
اقدام بکنید به افق، در واقع اجازه درخواست کنید. این کاتگوری های کلان حالا تو سلاید بعدی در موردشون صحبت خواهم کرد، جنرال لایسنس، یعنی در واقع دولت میگه که شما مثلا قانون X, Y و Z رو رعایت کنید دیگه لازم نیست بیاین از ما اجازه بخواییم واسه فلان کار، که اینا باز میگم یه کمی محدودن، در واقع خیلی محدودن، ولی خب باز یه سری به اصطلاح یه راهکارهایی به مردم میدن و در واقع واسه یه سری کارهایی که ضرورت دارن یا کلن به نفع سیاست آمریکا علیه ایران هستن. باز میگم از ابتدا من بگم من کلن خیلی روکم، من این قانونا رو ننوشتم ولی خیلی کلن به قانون به عنوان یه حقوقدان احترام میذارم و واقعا هدفم اینه که مردم در واقع آگاه بشن به این قوانین و در واقع حجم و به اصطلاح گستردگیشون رو درک بکنن بعد از دیدن این پریزنتیشن. برای اینکه واقعا موضوع شوخی نیست و متاسفانه در کامیونیتی ما کلن حالا به خاطر سوابق شاید میشه گفت فرهنگی و تاریخی خیلی احترام برای قانون کلن اون اندازه‌ای که شاید باید شایع نیست و این غرور یا بی‌اعتنایی به قانون آمریکا میتونه خیلی دردسر و چالش ایجاد کنه واسه همه. همین که حالا چه ما موافق باشیم چه موافق نباشیم، به نظر من خیلی واجبه که الان واقعا با دقت اینا رو رعایت کنه. اینا قانونایی هستن که اصولا در واقع متعلق به بخش اجرایی قوه مجریه دولت آمریکا و چیزایی هستن که در واقع می‌دونید مهاجرین از کشورهای دیگه معمولا لازم نیست اینطور چیزا رو رعایت کنن، به غیر از حالا مثلا کوبایی ها و شاید سوریه‌ای ها و غیره، اونام باز قانوناشون فرق میکنه در واقع تحریمایی که علیه اونا هست اون کشورها هستن. در نتیجه متاسفانه باز میگم بعضیا فکر میکنن که در واقع فرقی بین مثلا ایران و سوئیس و آلمان و ژاپن نمیبینه، ولی بعد واقعا ببینیم که در واقع در سابقه 42 سال وجود جمهوری اسلامی خب این قطعا باعث شده که خیلی از پلای بین دو کشور سوخته بشه و در واقع خب این دیدگاه آمریکا و ایران بر علیه هم دیگه باشه. حالا آیا این دیدگاه قابل توجیه یا نه اون در واقع به من ربطی نداره، در واقع اصلا چیزی نیست که شما بخواید از من بپرسید، ولی نکته اینجاست که بالاخره این محدودیت ها هستن و باید اینا رو جدی گرفت. حالا برمیگردیم به موضوع جنرال لایسنس. مثال های جنرال لایسنس براتون بگم، بعضی از معاملات در واقع فروش های ملکی تحت این معافیت ها قرار میگیرن، حالا باز اونم واردش میشن. بعضی از انتقال های مالی بین مثلا که غیر تجاری هستن، بین مثلا اعضای خانواده یا مثلا دوستان و غیره، non commercial remittance مثلا gift، اینا باز مجازن تحت بعضی شرایط. صادرات خیلی از به اصطلاح اجناس انسان دوستانه، مثلا اجناس کشاورزی مثلا کود مثلا کشاورزی یا مثلا مواد غذایی، دارو و بخش اعظم تجهیزات پزشکی مثلا، حتی اینا خیلیشون جنرال لایسنسن، حتی مثلا در حد دستگاه MRI و داروهای خاص بعضیشون باز مجوز میخوان، ولی میشه گفت بخش اعظمشون مجوز نمیخوان باز اگه تحت اون محدودیت‌ها عمل بکنید. صادرات خیلی از تجهیزات به اصطلاح ارتباطی و بین واسه مصرف شخصی، مثلا فروش موبایل یا مثلا لپتاپ و تبلت و غیره، باز میگم تحت یه سری محدودیت و یه سری فعالیت‌های به اصطلاح سازمان‌های غیر انتفاعی آمریکا در مورد مثلا مسائل به اصطلاح جامعه مدنی ایران و مسائل به اصطلاح خیریه و بعضی از مبادلات ورزشی. من یه کیسی داشتم یه 7 8 سال پیش با یه وکیل دیگه که یه نفر از ایران اومده بود، یه داور به اصطلاح تنیس اومده بود واسه US Open داوری کنه، که به محض اینکه رسید آمریکا گفته بودن که نمیتونه داوری کنه به خاطر تحریم، که من و این وکیل دیگه اقدام کردیم به اوفک و خدا رو شکر 4 روزه جواب گرفتیم و تو نیویورک تایمز هم بود و خیلی پوشش داشت، ولی این در واقع درست بعد از اون اینو گذاشتن که در واقع مربیگری و داوری اینا به اصطلاح باز میگم تحت بعضی شرایط مجاز شد.
این نکته که به قرمز نمیشن خیلی مهمه که اینا در واقع به قول آمریکایی بلانک چک نیستن، یعنی دولت میگه میتونیم این کارا رو بکنیم، ولی همه اینا مثل هر چیز دیگه تو این کشور شرط و شروط داره. همین که حتما توی این نکات ریزش حتما دقت کنیم بهشون و چشم بسته جلو نریم. حالا سوالی که قاعدتا خیلیتون داریم در مورد فروش به اصطلاح ملک و دارایی‌های شخصی، بعضی بیشتر فروش‌های به اصطلاح ملک و اجناس شخصی، مثلا جواهرات، فرش، مبل، این دو چیزای به اصطلاح پرسونال افکت، معمولا احتیاج به مجوز افکت دارن. حالا با این وجود یه جنرال لایسنس باز میگم وجود داره واسه فروش بعضی از املاک و این به اصطلاح اجناس شخصی یا دارایی‌های شخصی که در واقع دو تا حالت داره. یا این که در واقع اگه شما پراپرتی دارین، ملکی دارین که زمانی شما دریافت کردین که یو اس پرسن نبودین، بر فرض مثلا فرض بگیریم که شما 1979 گرین کارتون گرفتین اومدین آمریکا و مثلا یه ملکی دارین 1975 خریدین که در اون مقطع ایران بودین و هیچ کانکشنی هم با آمریکا نداشتین، مثلا شما الان میتونین طبق اون چارچوبی که افک تعریف کرده میتونین بدون کسب اجازه ویژه، یعنی بدون اقدام کردن به افک، میتونین بفروشین. یا اینکه فرض بر این باشه که شما یو اس پرسن بودین وقتی اینو دریافت کردین ولی از طریق ارث بوده از کسی که تو ایران فوت شده، یعنی فرض بگیریم مثلا پدر بزرگ شما در ایران فوت میکنن، شما به اصطلاح از طریق انحصار وراثت این مالک، این ملک مالکیتش به شما تبدیل میشه، منتقل میشه و به این ترتیب شما الان میتونید با اینکه مثلا یو اس سیتیزن هم هستین برفرض میتونید این رو بدون اجازه بفروشین. باز میگم این یه سری محدودیت داره، من جمله این که مثلا خیلی از این نهادهایی که توی لیست سیاه، همون SDN لیست که عرض کردم هستن، نمیتونن نقشی در این مورد داشته باشن. یعنی از آغاز تا پایان مثلا دارم میگم حتی چک اون خرید اون ملک نمیتونه مثلا از بانک صادرات یا بانک پارسیان که تو لیست سیاه هستن باشه، تا مثلا حساب صراف، تا خود خریدار نمیتونه از تو این لیست باشه. و ببخشید این پولا باید از کشور سوم منتقل به آمریکا منتقل بشن. یعنی در واقع میبینیم که مثلا با صرافا این پولا اکثر اوقات، یعنی در واقع روش درستش اینه که از همون جاهایی مثل چین یا دبی، حالا لندن، حالا هر جا میخواد باشه، یک کشور سوم که تحریم نیست بیان. حالا من باز راجع به اینم بیشتر تمرکز خواهم کرد. برای این عکسی که شما میبینین اینجا، من اینو چندین سال پیش پیدا کردم و خیلی به نظر من نمادینه، برای اینکه کلن این فروش ملک میتونه به نوعی میشه گفت مثل تلمبوشه، این در واقع یک کمی پس و پیش بشه مثل خیلی چیزای دیگه، میتونه کلن میتونه خیلی مشکل ساز باشه، در واقع یک کمی یک گام اشتباه برداره، با وجود اینکه این معافیت ها هستش، با وجود اینکه میتونه اگه در قالب این دوتا معافیت قرار نگیره میتونه باز اقدام بکنه اجازه بگیره، باز تمام وقت این اجازه ها محدودیت داره و آدم باید اینا رو دونه دونه رعایت کنه. این مثالی که من خیلی دوست دارم بگم اینه که فرض بر این باشه که به خاطر کووید مثلا دارم میگم متروی واشنگتن دی سی یا نیویورک مثلا بسته باشه خطش، من بگم من و شما میتونیم بریم مثلا به فاصله 6 اینچ موازی با اون میله اون ثرد ریلش که برقیه میتونیم راه بریم، قدم بزنیم، درسته، ولی یه کمی باد پس و پیش بشه دیگه برق ما رو گرفته. حالا قضیه تحریم آمریکا هم دقیقا همینه. حالا این فروشا اگه در قالب این دوتا، یکی از این دوتا شرایط شما قرار بگیریم میتونین راحت اینو بفروشین، ولی خب گفتم یه دور کافی یه دونه اشتباه شما بکنید تمام این معامله لکه‌دار میشه و دوباره بعد برگردین از افک اجازه بگیرین، یا میتونین و نکنین هم میتونین دوچار در واقع این ریسکو دارین که تحت مجازات قرار بگیرین یا حداقل سوالا از افک و غیره و غیره و حالا مشکل های دیگه که باز واردش میشن. حالا یه سری ملاحظاتی باید بکنین تو این نکته که مجوزای افک مثلا در مورد ملک برای فروش ملکن اغلب، نه واسه فقط
انتقال پول. خیلی به ما زنگ میزنن میگن که مثلا ما ملک رو فروختیم حالا میخوایم اجازه بگیریم مثلا اووردن پولش. این تقریبا خیلی به ندرت به اصطلاح مفهوم داره این حرف. یعنی مثلا فرض بر این باشه که وقتی که من به ذهن من میاد الان مثلا دارم میگم یه مثال خیلی خوبه شاید این باشه که شما در قالب اون جنرال لایسنس قرار میگرفتین گرفتین زمین رو فروختین و حالا مثلا پول رو ریختین به یه حسابی توی مثلا بانک ملت که تحت بلاکینگ یا مسدود شدن هستش. خب بله در اون مقطع برین اجازه بگیرین که اون پول به اصطلاح لکه‌دار رو بیارین آمریکا. ولی اصولا اگر بر فرض شما یه ملکی رو زمانی خریدین که مثلا سیتیزن آمریکا بودین، ملکی در ایران و الان بخواید بفروشین، خب اینو بعد واسه فروشش اجازه بگیرین و این اجازه ها معمولا خیلی طول میکشن. همین که الان بعد برنامه‌ریزیشو قشنگ از قبل بکنه. ما پریروز اتفاقا یه مجوز گرفتیم واسه فروش یه ملک بعد از مثلا 5-6 هفته از اوپک جوابش اومد که من واقعا متعجب شدم. یعنی من که ما که این همه سال داریم اینا رو تقاضا میکنیم شده حتی سریع‌تر از اونم باشه. ولی تو این چند سال اخیر گفتم ما کیسایی داریم که بیش از یک سال طول کشیدن. در نتیجه بعضی‌ها زنگ میزنن میگن ما مثلا فردا قراره بریم محضر یا همچین چیزی و این کاملا کار اشتباهیه به نظر من. آدم افقش و چشم‌اندازش طولانی مدت باشه و فکر کنه که مثلا بله بر فرض اگه بنده میخوام در مثلا شاید بگم یک سال یا یک سال نیم آینده اینو بفروشم، شاید بهتر باشه که حالا با یکی که تو این زمینه کار میکنه حتما صحبت کنیم و مشورت کنیم که مطمئن باشین همه کار دارین درست میکنه. من همیشه میگم وکلا حجم کارشون در واقع بیشتر شاید میشه گفت از به اصطلاح جمع کردن اشتباهات هستش نه از جلوگیری از اشتباهات. همین که این پزشکیه. در نتیجه خیلی خوبه که آدم قبل از اینکه کاری بکنه حتما چک بکنه که همه چیز به اصطلاح بقول آمریکایی‌ها above board باشه یا تمیز باشه، قانونی باشه که یه وقت اشتباه نکنه. نکته دوم، فروش سهام یا مثلا بیزنس، حالا میخواد اون مغازه باشه، میخواد کارخونه باشه یا مثلا به اصطلاح equipment، یعنی در واقع دستگاه مثلا متعلق مثلا به یه کارخونه مثلا یا مثلا یه کامیون که متعلق به یه بیزنسه، اینا همیشه احتیاج به مجوز اوپک داره. در واقع یعنی هیچ معافیتی برای اونا نیست. نکته سوم که میخواستم یکی راجبش صحبت کنم، باز یه سوء تفاهمی هست بین بعضیا در مورد در واقع چی برای اوپک به اصطلاح مهمه. خیلی ها فکر میکنن که ارزش اون معامله در واقع تعریف میکنه که آیا به نظر اوپک این مهمه یا مهم نیست. این اشتباه است. در واقع تنها وقتی که واقعا ارزش اون یا حجم اون معامله مهمه اینه که اوپک بخواد کسی رو جریمه بکنه که اون جریمهش بله حجم معامله نقش داره، وارد اونم میشم. ولی اکثر اوقات یعنی در واقع چیزی که من همیشه این مثالش هم پایین هستش، اگه یه چیزی تو جنرال لایسنس قرار بگیر، یعنی فرض بگیریم باز برمیدیم اون مثال پدر بزرگ، پدر بزرگ دورجون فوت میکنن در ایران، یه ملکی میذارن به اسم شما، در واقع این در واقع تبدیل میشه به یعنی در واقع منتقل میشه به اسم شما از طریق انحصار وراثت. اینم باز باید دقت کنید، در واقع میگم inheritance به مفهوم آمریکاییه یا میشه گفت انگلوساکسن، قانون کامن لا، حقوق عام، نه چیزی که مثلا شما مثلا 5 سال قبل یه کسی به اسم شما گذاشته باشه یا غیره. یعنی در واقع انحصار وراثت شده، این از اسم مرحوم پدر بزرگ رفته به اسم شما. بله مثلا همچین چیزی اگه 10 میلیون دلار ارزش داشته باشه این میتونه تو جنرال لایسنس قرار بگیره، ولی اگه شما مثلا پارسال که سیتیزن بودین رفتین ایران یه ملکی رو خریدین که باز نباید میکردین، حالا اینا رفتین خریدین و این ملک هم 10,000 دلار ارزش داشته باشه، باز اون 10,000 دلاری اجازه میخواد، اون 1 میلیونی 10 میلیونی الزاماً اجازه نمیخواد. بعضیا فکر میکنن این قانون 10,000 دلار تو ذهنشون هست که در واقع من زیر 10,000 دلار میارم دیگه اشکال نداره. باز اینم میگم اشتباس، 10,000 دلار صرفاً واسه گزارش دادن به مامور گمرک معمولا یا به مثلا بانک‌ها بعد گزارش بدن که بیش از 10,000 دلار مثلا کسی بخواد دیپوزیت بکنه نقد توی بانک. همین که بعضی سعی می‌کنن زرنگی کنن هی 9,000 بیارن آمریکا، ولی اون یا ممکنه زرنگی نخواهم بکنم، واقعا با حسن نیت خوب دارن این کارو می‌کنن، ولی بعد بدونین که
در واقع رقمش به قول آمریکایی آپراتیو نیستش، خود معامله است که در واقع خیلی مهم از لحاظ قانونی شو گفت اولویت داره از دید دولت به نوعی. حالا میرسیم به انتقالای پول از ایران به باز میگم آمریکا، نمیدونم این چرا نوشته ایران، در هر حال عذر میخوام، ولی بله از ایران به ایران نه فهمیدم این درست ببخشید من چند روزی هی دیر وقت داریم کار میکنیم یکمی حواسم پرت شد. در هر حال این نان کامرشال ریمیتنس هایی که عرض کرده بودم، یعنی در واقع گیفت های مالی یا مثلا ارث و میراث، ارث و میراث نقد البته، از ایران و به ایران مجازن تحت باز میگم یه شرایط خاص، یعنی هر شرایطی هر کیسی فرق میکنه، الان نمیتونه یه قانون به اصطلاح مطلق بگم، حداقل نمیتونم بگم در این فرصت کمی که با هم داریم، ولی نکته اینجاست که چه آدم مجوز اوفک داشته باشه، یعنی در واقع specific license اقدام کرده باشه، چه تحت general license قرار بگیره، اون انتقال مالی همیشه بعد در قالب چارچوب قانون باشه. خب حالا بعضی وقتا یه مسئله پیش اومده که اون معامله مالی باز همونجور که قبلا عرض کردم لکه داره، مثلا دارم میگم فرض بگیریم شخصی در ایران فوت میکنه، زینفشون در واقع اون وراثشون در آمریکا هستن و اون حساب ایشون در مثلا بانک ملی هستش که مثلا تحت تحریم و تحت بلوکه شدنه، در اون مقطع آدم میتونه باز اقدام بکنه واسه مجوز specific license، اقدام بکنه اون لایسنس رو آدم میگیره و تو اون لایسنس هم معمولا اگه درست آدم اینو آماده کنه اون جواب اونام اوفک خواهد بود که برای شما این فلان مبلغی که در بانک ملی هستش یا بانک ملت هست رو میتونید بیارین آمریکا. در اون مقطع خب اون باز میگم یکم فرق میکنه، ولی در کیسای عادی بعد خیلی رعایت کنی و مراقبت کنی که در واقع مطمئن باشی که اون تمام اون گام به گام تمام اون به اصطلاح پله های انتقال پول در چارچوب قانون باشه. حالا خیلی اشخاص هستن در ایران و بیرون از ایران البته که توی این لیست سیای اوفک هستن، یعنی این به اصطلاح SDN لیست، مثالاشو دادم، سپاه، دولت ایران، بانک سالار، بانک ملی و حتی اشخاص معمولی و اشخاص معمولی که در واقع بیشتر اشخاص حقیقی منظورم، یعنی در واقع خیلی از آدمای ارشد نظام مثلا از آقای مثالشون آقای برایتی یا آقای مثلا رضایی و غیره، برای خیلی از این سرداران سپاه و اشخاصی که در نیروی انتظامی هستن این چیزا هستن و آدمای دیگه هم هستن، نمیخوام فقط فکر کنی این آدمای خیلی ارشدن، اینا در واقع تو لیست سیان و در واقع مگه اینکه شما یه مجوز خاص داشته باشین نمیتونین با این اشخاص کار کنین. سوالی که خیلی‌ها دارن در مورد این لیست اینه که بله ممکنه بدونین که در واقع تمام بانک‌های ایرانی به نوعی روی این لیست هستن، خب و اخیراً در اکتبر آقای ترامپ اومدن طبق یکی از این اگزیکیتیو اوردراشون، فرمانهای به اصطلاح قوه مجریه، گفتن که برای تمام بانک‌های ایرانی به طور مطلق تحریمن، منتها در قانون همین ITSR همین تحریم‌های به اصطلاح عمومی علیه ایران این معافیت‌ها باز میگم وجود داره و در واقع اون معاملات با اون بانک‌های در واقع آف لیمیت سن یا غیر قانونی هم واسه این نوع کارا که طبق قانونای دیگه، یعنی بیرون از اون فقط تحریم‌های اصلی ایران تحریم شدن، در واقع اوفک شاید میشه گفتش مثلا 30-40 تا مثلا آینامه داره و خیلی از این نهادهای ایرانی مثلا این بانک‌ها فقط به دلیل اینکه ایرانی هستن تحریم نیستن. مثلا مثال بهتون میدم، بانک صادرات به علت اینکه در واقع متهم شده به نقشی در مثلا همکاری با حزب الله و عملیات تروریستی طبق یه آیین‌نامه دیگه تحریم شده که طبق همون آیین‌نامه جی تی اس آر مثلا خطوط هواپیمایی ماهان هم تحریم شده، در واقع به این دلیل حتی در دوران برجام هم بانک صادرات توی لیست سیاه موند به این ترتیب. ولی مثلا بر فرض مثال بانک سامان صرفا به دلیل اینکه بانکی ایرانی تحریمه، همین که مثلا دارم اگه مثلا باز میگم اون پدر بزرگ فوت بشه دراجون و پولش رو تو بانک مثلا سامان باشه اون دیگه مسئله نیست، در واقع اون روزی که آقای ترامپ این قانون رو به اصطلاح صادر کردن
یه معافیتی هم دادن بیرون که در واقع اگر از قبل معاملاتی با این نهادها برای اشخاص آمریکایی مجاز بود، اینا مجاز میمونن. یه کمی پیچیده است ولی کلن مثلا مثال بتونم، مثلا بانک صادرات ملی، پارسیان، ملت، سپه، تجارت، اینا کلن در واقع هیچ شرایط استثنا برای اینا قرار نمیگیره. هر کاری که با اینا رفت داره باید طبق specific license باشه. شما باید اقدام کنیم رسما به اوفک شخصا که اجازه بگیرین که اون پولا رو دست بزنیم. و بعضی ها میپرسن خب بله مثلا این پول دو بانک پارسیان ما میتونیم اینو جا به جاش کنیم؟ نخیر، وقتی این پول طبق به اصطلاح در واقع تحت مثلا پوزیشن شما باشه یا وکیل شما باشه، این در واقع تا زمانی که این پول به یه آمریکایی تعلق داشته باشه، در واقع تو پوزیشنش باشه، این پول به طور اتوماتیک لکه‌دار میشه و بعد یه مجوز بگین که در واقع این رو آزادش کنه. حالا درسته پولایی که از ایران میاد معمولا توی ترانسفرایی که از مثلا کشورهای سوم میاد، اون به صورت هویتشون در واقع منبعشون شناسایی نمیشه یا حداقل نشون نمیده، ولی با توجه به اینکه دولت میتونه سوال بپرسه، بانک ها خیلی وقتا سوال میپرسن، خیلی واجبه که آدم راستگویی کنه. در این زمینه راستگویی همیشه به نظر من بهتره. و میدونین یه آقای دیگه هستن در این زمینه فعالن، در این برنامه های پارس هم ایشون هم از دوستای من هستن، آقای فراری، صحبت کردن و همیشه هم یه حرف خوبی میزدن، میگفتن که تنها چیزی که بدتر هست از لحاظ خطای تحریم، بدتر از خطا کردن، اینی که آدم به دروغ بگه به دولت راجبین. همین که اینی که حالا کی میفهمه و این حرفا، به نظر من اولا غیر قانونی آدم کار خلاف بکنه، ولی مهمتر از اون شاید میشه واسه بعضی حداقل اینه که میتونه خیلی مشکل ساز باشه. کلا به نفع همه است که آدم این چیزا رو واقعا جدی بگیره و رعایت کنه. دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش همین بولت پوینت آخره. بانک‌ها در آمریکا تدریجاً خیلی محتاط‌تر شدن و ضد ریسک شدن و به این ترتیب می‌بینین، شاید هم دیدین در خودت واسه خودتون اتفاق افتاده باشه یا واسه دیگران، که حساب‌ها رو می‌بندن، خیلی وقتا پول‌ها رو پس می‌فرستن چون معلوم نیست که این پول قانونی یا قانونی نیستش. در نتیجه یکی از شرایط در واقع که در واقع قانونا واجب نیست، در واقع موظف نیستین این کارو بکنین، ولی کاملا به نفعتونه، اینی که به بانکتون بعد اطلاعات بدین که در واقع شما دارین چی کار میکنین و به اینا در واقع یه سری مدرک و مستند بهشون بدین که بدونن که شما دارین مثلا پول از ایران میارین و این پول به دلایل X, Y و Z مجازه. دلیلم که هست اینی که بانک ها الان خیلی آگاه ترن از سالهای قبل که در واقع ایران خیلی از پولایی که از ایران میاد از طریق همین صرافای کشورهای سوم میاد، مثلا دارن میاد. و خیلی وقتا خب مردم دارن کارهای کاملا قانونی انجام میدن، یعنی در واقع فقط کار خلاف نمی کنن، ولی خیلی هم خب کار خلاف هم میکنن، در واقع تجارت میکنن با ایران، ممکنه دارن پولشویی میکنن، نه تنها با ایران بلکه با کشورهای دیگه. در نتیجه خیلی وقتی که یه واریس به اصطلاح خارجی وارد حساب شخص بشه، این میتونه واسه بانک علامت سوال باشه. یعنی مثلا مثالی که من میتونم بگم شاید میشه گفت یکم شبیه اینه که شما بر فرض مثلا بکنید مثلا در لس آنجلس ساکن باشین، یه مرتبه یکی بره مثلا در والمارت تو الاسکا بیاد مثلا 5 تا لپتاپ بخره با کریدیت کارت شما، خب این قاعدتا مشکوکه. خب به این ترتیب واسه یه آدم معمولی که مثلا در آمریکا شاغل و مثلا داره دایرکت دیپوزیتش و حقوقش رو دریافت میکنه و مثلا قسط ماشین و خونه و موبایل و کریدیت کارت داره با کریدیت کارت میده و با اون حساب بانکی شده میپردازه، یه مرتبه یه واریسی از یه شرکت مثلا با یه نام عجیب غریبی در امارات یا مثلا مالزی جایی بیاد، این خیلی وقتا میتونه سوال ایجاد کنه. خیلی وقتا بانک ها اگه ندونن که مثلا این شخص مثلا در قالب جنرال لایسنس قرار میگیره یا رفته مثلا اصلا مجوز اوفک دریافت کرده، ممکنه بگن که خب این مشکوکه، این پول رو پس بفرستن، یا ممکنه به اصطلاح یکی از این واریس ها رو پروسس بکنن
مثلا یه ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد بگن که می‌دونین این مشتری به نظر های ریسک میاد، ریسک بالایی داره، حساب رو اصلا به طور مطلق ببندن. ضمن اینم خدمتتون بگم که وقتی که این پولا رو پس می‌فرستن، اغلب بعد به دولت آمریکا یه چیزی به نام SAR Suspicious Activity Report بدن. به این ترتیب دولت با اون اطلاعات ممکنه بیاد پیگیری کنه. مثلا من یکی از اولین کیسایی که داشتم وقتی خودم از اون جایی که کار میکردم اومدم بیرون و واسه خودم شروع کردم کار کردن، یه کیسی بود، یه خانومی $20,000 اجناس شخصی، تازه این قضیه 2010 فروخته بود و این پول از به صورت دبی فکر کنم اومده بود. این چیز شد در واقع یه اشاره به ایران بود توی ترانسفر بانک، اینو یه بانک رابط اینو پس فرستاد و به دولت هم گویا اطلاع داده بود. واسه این خانم یه استاری چیزی به نام administrative subpoena، یه احضاریه است، نه احضاریه به طوری که بعد بیاین حضوری در دادگاه حاضر باشین، ولی که در واقع یه سری سوال فرستادن که این خانم بعد جواب میداد و خب بنده اومدم اینا رو مثلا کمکشون کردم اینا، ولی در واقع آخرش هم خدا شکر هیچی نشد. ولی که من همیشه میگم که در این موارد هم ریسک جریمه هستش وقتی یادم یه کار خلافی بکنه، ولی خیلی وقتها ممکنه اینا سر یه چیزایی که اصلا خلاف نیستم به علت اینکه سوال دارن بیان سوال بپرسن و در واقع آدم درگیر بشه. و تا اینکه ما برسیم به اون مقطعی که مثلا فقط یه به اصطلاح یه وارنینگ، یه اخطار ما بگیریم، ممکنه خیلی وقت بگیره، خیلی هزینه بگیره و چیزی نیست که شما مثلا یه چک بدین به یه وکیل اونم همینجوری مثل شعبده باز حل کنه. خیلی زمان داره، هم از طرف وکیل هم از طرف موکل. در نتیجه بهترین چیز اینه که آدم شفاف باشه و در واقع به بانک اطلاع بده. من یه موکل دارم که چندین سال با من کار کرده و رقمای خیلی درشتی آورده آمریکا تو این سال یا مثال، و به هر دلیلی میگوش که خب بانک سوالی نمیکنه. ما هر سالم مرنی مدام واسه ایشون مجوز افک هم گرفتیم، یعنی کاملا کار قانونی بوده. ولی این آقا نیامد به بانک بگه، گفت حالا اینا که فعلا چیزی نگفتن. یه مرتبه تابستون گذشته تمام حسابای ایشون و خانوادهشون و مثلا فرزنداشون رو اینا ویلز فارگو بستن و این حسابا رو این آقا از فکر کنم همون سال 1978-79-80 اون موقع، یعنی بیش از 40 سال پیش این حسابا رو داشتن. یعنی در واقع یعنی این یه چیزی بود که من میدونم اگه این مجوز رو طبق اون مثلا پیشنهاد بنده داده بودن به ویلز فارگو آگاهی داشت که بله همه این کارا قانونیه، من تقریبا میتونم بگم مطمئنم که این اتفاق نمیافتاد. خب این یه چارتیه که من یه فلو چارتیه، من سعی کنم اینو یه جوری شفافتر بگم که از آغاز به پایان این معاملات چجوری بعد انجام بشه. اول شروع میکنیم با اون به اصطلاح مربع خاکستری که میبینیم بالا، معامله مجاز. در واقع حالا این ترانزکشن شما یا مثلا فروش ملک یا مثلا بیزنستون رو فروختین، حالا هرچی از تو ایران، فرض در این باشه که یا شما specific license گرفتین یا احتیاجی نبود چون تحت general license قرار گرفته. شما میان اینو به اصطلاح میفروشین یا شخصا یا از طریق به اصطلاح وکیلتون تو ایران، یا مثلا بر فرض یکی داره تو ایران واسه شما گیفت میفرستن مثلا یا ارسیه ای چیزی، این پول بعد بره به یه بانک ایرانی که به اصطلاح مجازه، در واقع تحت محدود شدن و اینا نباشه. مثلا اونایی که محدود میتونن بشن جزوشون همون صادرات و ملی و ملت و پارسیان و بعضی دیگه، و اون پول بعد بره به یه صرافی در ایران که تحریم نیست، خودش نه خودش تحریمه نه بانکش تحریمه. از اونجا پولا منتقل میشه به یه مؤسسه مالی در کشور سوم، یعنی ممکنه یه صرافی باشه در جایی مثلا ترکیه که اونم باز نباید تحریم بشه، که اون در واقع پول رو واریز میکنه صاف به حساب زینف در آمریکا. این نکته حتما دقت بکنید که این نباید بره به حساب یه نفر دیگه و از اونجا داخل آمریکا چیز بشه به حساب شما. و راه به اصطلاح پیشنهادی بنده
و فکر کنم وکلای دیگه در این زمینه که مجرب باشن حتما نظر منو تایید میکنن، اینه که شما از قبل این مدارک رو به بانک بدین یا دقیقا اون هشدار رو بهشون بدین که بله من اومدم دارم از ایران پول میگیرم، این پول یا تحت جنرال لایسنسه یا من سپسیفیک لایسنس اقدام کردم دریافت کردم، اینم بفرما کپیشه، ایمیل میکنیم بهشون نپا. این کاریست که مثلا ما مدام برای موکلامون میکنیم. اگر مجوز سپسیفیک لایسنس باشه خب یه کمی کار معمولا آسون تره، ولی در هر حال معمولا به طور عادی ما باید یه شهادتی، یه افیدیویت به بانک بدیم از طرف، از قول به اصطلاح خود زینف میشه موکل ما، که در واقع بله این پول در قالب قوانین اوفک بوده و همه ابعادش به در واقع در چارچوب اوفک قرار میگیره و این پول همون چیزی که من دارم به شما میگم هستش، مثلا ارث یا فروش ملک شخصی هست و چیز دیگه ای هم نیست، و اونو ما میدیم به بانک که در واقع بانک هم آگاهی داشته باشه، همین که وقتی بانک اگر به صورت تحت آدیت باشه، حسابرسی بشه از طرف دولت آمریکا، بتونن بگن که بله ما اگر مثلا آقای ایکس این پول رو از مثلا کویت پذیرفتیم، این بوده که این طرف اومده نامه داده به ما، افیدیوی داده به ما که در واقع شهادت داده که این پول اون چیزی هستش که میگه. معمولا هم در خیلی کیسا بندم به عنوان مثلا وکیل میام یه نامه میدم، این چیزی نیستش که تو قانون تعریف شده باشه، یعنی شما تمام قانون زیر رو کنید هیچ جا ننمیشه شما باید افیدیوی به بانک بدید، ولی اصولا به نظر من کار خوبیه. بعضی بانک ها به اصطلاح اینو مجبور میکنن مشتریاشون این کارو بکنن، و به نظر من کلا چون آدم بعد واسه 5 سالم مدارکش رو مربوط به ایران رو نگه داره، کلا به نظر من یه به اصطلاح مستند خوبیه واسه خود نه تنها بانک ولی واسه بایگانی خود اون شخص که بعدها اگه سوالی بود آدم میتونه بگه بله مثلا نگاه کنین من در اون مقطع مثلا 11 مارس 2021 این رو من به بانک هم گفتم، اینم داکیومنتشه و سلام. معمولا یکی از کار دیگه هم که ما میکنیم اینه که این اسامی این اشخاصی از مثلا خریدار ملک مثلا دارم میگم یا اون فرستنده اون گیفت مثلا اگه پول نقد باشه تا صراف تا بانک ها اینا، ما همین رو روز یه نرم افزاره مخصوص که تمام این لیست سیا رو داره و اسمای بسیار شبیه هم ممکنه جذب کنه کچ کنه، ما اینا رو چک میکنیم که باز میگم هم جلوگیری کنیم از اشتباه، همین که اگر اشتباهی هم خود نکرده پیش بیاد یه چیز غیر قابل پیش بینی پیش بیاد، بتونیم حداقل اون حسن نیتمون رو و تلاشمون رو برای رعایت کردن قانون داشته باشیم که این در واقع کمکی باشه برای اون موکل که بعدها بتونه از خودش به صلاح دفاع کنه یا وکیلش بتونه ازش دفاع کنه. میبینم چند سوال اینجا هست، فکر کنم خانم برهان بعدن در پایان به اینا رسیدگی خواهند کرد. بله من آخرش براتون میخونم سوال دارم. بسیار خوب آقای عدم. مرسی. حالا یه سری انتقالای پول که به اصطلاح قدغن، من فقط واسه اینکه شفاف سازی کنم و روشن کنم برای شما، باز میگم این کل به اصطلاح احتمالات غیر قانونی نیستش، ولی کن نمونای خوبی هن اینا. مثلا خریدار ملک در ایران میگه که من یه دوستی دارم در ایران یا مثلا پسر در آمریکا یا پسر خالم در نیویورک، میتونه این پول رو صاف بریزه به حساب شما در مثلا بانک آف امریکا. این کار اشتباس نباید کرد، از این کار حتما صرف نظر کنید. پول شما یعنی پول شخص شما، اون آدمی که به اصطلاح مالک اون زمین بوده، ملک بوده یا اون زینف اون گیفت، واقعا اون شخصه که بعد در حسابش اون پول رو مستقیم از اون کشور سوم دریافت کنه. یعنی چی؟ شما مثلا شخص شما بره یه ملکی در ایران بفروشه، اون پولی که وقتی میاد آمریکا، اون چیزی که شما وقتی لاگین میکنین به حسابتون تو آمریکا تو هر بانکی که هستین حساب دارین، اون چیزی که شما باید ببینین یه وایره که یه واریسته که از اون کشور سوم مستقیم اومده به حساب شما، نه اینکه بره به حساب مثلا پسرخاله صراف یا مثلا دوست شما یا چیزی. این کارا نه بانک‌ها خوششون میاد نه دولت خوشش میاد، اینو حتما متوجه بشین. معمولا من چیزی که میگم به موکلا واسه این که جلوگیری کنن از این ریسک، اینه که سعی کنن تا اونجایی که میشه رقم‌های درشت‌تر بفرستن. وقتی که شما رقم‌های در حد مثلا 5-6 هزار دلار میفرستید، احتمال همچین اتفاقی خیلی زیاده که مثلا
اونا با یه رابطی در آمریکا میگن که مثلا بیاین $4,000 در حساب فلانی بریزی، میتونه خیلی مشکلی ایجاد کنه. یکی از مشکلاش اینه که کار اون شخصی که در آمریکا این پول رو به شما ریخته، به حساب شما ریخته، در واقع کار یه صرافه، کار مثلا وسترن یونین یا مانیگرام، و این نهادها بعد تحت به اصطلاح مجوز باشن. یعنی حتی اگه به کانادا بخوام پول رد و بدل کنم دیگه چه برسه ایران، و اینا مجوز داشته باشن، چون این اشخاص ایرانی که این کارا رو میکنن یا اون رابطاشون، تا اونجایی که من میدونم، من ندیدم تا حالا کسی همچین مجوزی داشته باشه، این مجوزا رو ندارن. دولت پس فردا اگه بخواد اینا رو بررسی بکنه، اینوستیگیت بکنه، ممکنه بیان ببینن که بله خب زینفای انتقالای پول این شخص کیا بودن، بعد بیان ببینن شما مثلا جزو اونا بودیم و بیان مزاحم شما بشن. ما این مورد رو چندین بار در اورنج کانتی در واقع چند سال پیش داشتیم، در واقع یه نهادی، یه چند تا شخص بودن در اورنج کانتی که داشتن این پولا رو رد و بدل میکنن، و چند نفر از موکلای ما از این ادمنستریتیو سپین، از این سوالایی که از اوفک میاد گرفته بودن، که باز میگم خدا شکر اینا رو ما تونستیم حداقل دو تاشون رو من که یادم قشنگ جمعشون کردیم و چیزی هم نشد. در واقع دولت فکر کنم بیشتر میخواست اطلاع جمع کنه علیه اون شخصی که داشت پولا رو رد و بدل میکرد، ولی باز عملا میشه گفتش که دارین به نوعی دارین شما سابسیدایز دارین میکنین اون اینوستیگیشن دولت. یعنی دولت ممکنه شما رو اصلا هدف قرار نگیره، ولی مزاحمتون میتونن، در واقع مزاحم که در واقع درگیر میشیم با جواب دادن سوالا و این حرفا که خودش میتونه باز وقت میگیره، باز خرج داره. در اینجه اونو حتما در نظر بگیرین، یا اینکه مثلا شما بگین مثلا یکی از فامیلاتون مثلا بگین که بله شما که دارین میرین ایران این پول رو واسه من برگردونین. این کار باز میگم از چند لحاظ اشتباس و نباید این کار کرد، هم از قانون تحریم، هم خیلی وقتا شما نمیدونین اون شخص اینا رو گزارش خواهد داد در فرودگاه اگه مثلا بالای $10,000 باشه. یعنی کلا خیلی به قول معروف اکسپوژر پوینت زیاد داره. قانون چیزی که میگه اینی که میگه اگه میخواین پول رو به طور نقد بین ایران و آمریکا بیارین، بعد پول خودتون باشه یا از طرف خودتون باشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما میخواین برای مادر بزرگتون پول ببرین ایران، یعنی پول نقد اسکناس، خودتون میتونین برین این پول رو مثلا ببرین تو سفرتون به ایران، ولی نمیتونین بدین مثلا به دوست صمیمیتون که اون ببره واسه مادر بزرگ شما ببرن اون پول رو ایران به ایران. و بالعکس، یعنی در واقع دقیقاً همونجوری شما میتونین برین ایران پول شخصی خودتون رو بیارین نقد با خودتون، ولی نمیتونین مثلا به فرض پول مادر بزرگتون رو بیارین یا پول دوستتون رو بیارین. مثال آخرش هم پولای خیریه که خیلی آمار میشن این کارو میکنن. نمیخوام بترسونمتون، شاید این اولویت نداشته باشه برای دولت، ولی اینی که میبینیم بعضیا مثلا پول جمع میکنن مثلا بین چند تا خانواده که مثلا یه پولی ببرن به خیریه تو ایران، این باز اینم میتونه مسئله ساز باشه. در واقع تو قانون تعریف نشده. یه راهکارهایی هست برای انتقال پول واسه مثلا کاربرد خیریه در ایران، ولی اون از طریق سازمان‌های غیر انتفاعی بعد قرار بگیره تو آمریکا، که اونا میتونن طبق جنرال لایسنس مثلا پولایی که جمع کردن در آمریکا رو در بعضی شرایط بفرستن به ایران. همین که این کارا رو خواهشن نکنین. گفتم من ندیدم تا حالا اوفک بیاد یه همچین موردی دقیقاً بیاد مجازات کنه الزاماً، ولی کن دولت این توانایی داره، همیشه میتونه یه کیس عبرتی هم بسازه. واسه خودتون دردسر خواهشن ایجاد نکنید. حالا اجرای قانون و کاهش دادن ریسک، enforcement and risk reduction. خب با قول آمریکایی what can go wrong، چه اتفاقاتی میتونه بیفته؟ خطای تحریم های آمریکا هم میتونن طبق مجازات به اصطلاح مدنی و کیفری قرار بگیرن. حدوداً این $307,000 واسه هر خلافی یا دو برابر اون معامله هر کدوم بالاتر هستش. حالا این مکسیمومش، البته به خدمتتون بگم اگر مثلا یه سری شرایط هست آدم افک نگاه میکنه که ممکنه میتونه اینا رو خیلی بیاره پایین. و معجزات کیفری، که کیفری البته شما باید
در واقع دولت باید ثابت کنه که شما میدونستین دارین خطا میکنین، که اونم باز میتونه مجازات جریمه های مالی باشه و میتونه حبس زندانی هم باشه تا 20 سال. حالا اینا مجازات به اصطلاح رسمی قانونی هن، ولی اگه شما بیزنسی دارین مثلا میتونه باعث بشه که به رپیتیشن، به اسم و اعتبارتون تاثیر منفی داشته باشه و بیزنس رو خراب کنه. خیلی وقتا تو کیس های بیزنس به محصی که همچین چیزی پابلیک میشه، عمومی میشه، عنوان میشه در تو اخبار اینا، خیلی وقتا مثلا بانک ها ممکنه حساب های اون بیزنس رو ببندن، حساب صاحبش رو ممکنه ببندن و غیره. و کلن هم میدونی حتی شما ببینین کلن کیس های مجازات معدنی که سر اوفک میاد، شاید ما این چند تا میشن نباشن اغلب، ولی واسه هر کدوم از اونا کلی کیس هستن معمولا که به یه وارنینگ ختم میدن، ولی خود اون وارنینگ به نظر من یه نوع مجازاته. یعنی در واقع مثل اونه که شما خدا نکرده مثلا حالتون بد باشه برین اورژانس 12 ساعت اونجا معطل باشین، دکترم آخرش بگه هیچیتون نیست، خب خدا رو شکر هیچیتون نبوده، ولی خب 12 ساعت وقتتون رفته و هزارها دلار هم ممکنه هزینه ایجاد کرده باشین. همین که اینا دقیقا همونه، یعنی در واقع وارنینگ گرفتن خودش به نظر من خوبه، بهتر از جریمه است، ولی اونم باز به نوعی یه باخت. یعنی اگه این اتفاق اصلا نمی‌افتاد خب خیلی قاعدتا هم جلوتر می‌بود. در نتیجه اینو حتما رعایت کنین. یه نکته که من تو سلاید نذاشتم این بود که خیلی وقتا عرض کردم مردم ما تماس میگیرن یک کمی دیر تماس میگیرن و میگن که مثلا ما خونه رو فروختیم حالا میخوایم پول رو بیاریم. حالا اوفک باز میگم یه راهی برای این تعریف کرده، برای این که هم خودش به اصطلاح متوجه بشه که یه خطایی کرده یه چیزی و بخواد اینو تا اونجایی که میتونه حداقل یه کمی شرایط خودش رو بهتر کنه یا شاید یه کمی اون دمیج رو به قول معروف کاهش بده. اونم این که یه چیزی به نام voluntary self disclosure هست که در واقع شما به عملاً دارین یه گزارش به اوفک میدین، یا چه خودتون مستقیم چه از طریق وکیل، که البته من توصیه میکنم وکیل مجرب این کارو بکنه، که در واقع دارین میگین که بله بنده چنین کاری رو مثلا کردم. حالا البته آدم باید راستش رو اون تو بگه و میتونه به اصطلاح یه سری نکاتی رو عنوان کنه که مثلا دارم میگم اگه طرف واقعا مثلا دقیق قانون نمیدونست میتونه اینو بگه، مثلا به شرطی که البته بگم دروغ نگه، برای اینکه اون خیلی میتونه بدترش کنه قضیه رو، و تمام این ابعاد رو میتونه عنوان کنه. و میدونین به نظر من طبق قانون اینجوری بگم، اگر اوفک هم بخواد جریمه اعمال کنه، اینه که آدم voluntarily self disclose کنه، خودش به عنوان بکنه، اقدام بکنه، خودش به طور اتوماتیک 50% اون مکسیموم جریمه رو کم میکنه و فاکتورهای دیگه باز میتونن اونو باز پایین‌تر هم بیارن. ممکنه هم اساسا خیلی وقتا به وارنینگ فقط خط بده. همین که باز میگم اوفک این توانایی رو داره که میتونه جریمه کنه و اینا وقتی نگاه میکنن الزاما کل معامله رو نگاه نمیکنن، اینا ممکنه دونه دونه نگاه کنن. یعنی شما مثلا 4 تا ملکی رو که مثلا بعد بازش مجوز، مثلا هر کدومشون مجوز میگرفتین بفروشین بدون مجوز، عملا اینا میتونن 4 بار اون 307 خورده هزار دلار یا دو برابرش هر چی بیشتر، دو برابر معامله هر چی بیشتر هست جریمه بکنن. حالا باز میگم فاکتورهای دیگه میتونه اینو بیاره پایین‌تر، ولی در واقع اونو به عنوان یه دونه معامله نگاه نمی‌کنه. همین که گفتم فکر کنم تا الان دیگه خیلی روشن شده که تمام ساین اشاره ها به این سمتن که آدم باید کارو شفاف بکنه، پلان بکنه از قبل. و این نکته که من اول نوشتم حالا به انگلیسی میشه گفت حالا compliant and sophisticated not corrupt and suspicious، حتما قانون رعایت کنین، به روش sophisticated عمل کنین. شما دارین با جمهوری اسلامی ایران دارین در اون مملکت دارین معامله میکنین، نه در سوئیس نه در ژاپن، بالاخره مملکتی است که زیر ذره بین آمریکاست، حالا چه خوب یا بد. و فاسد و مشکوک نباشین. میدونین من یه چیزی که اصلا که همیشه به موکلا میگم اینه که ماها که با ایران بالاخره یه کانکشنی داریم، خیلی چیزا در طی این 42 سال دیدیم که یه جورایی میشه گفت پوست کلوف شدیم و یه چیزایی هستش که اصلا واسه ما اصلا تعجب آور نیستش. یعنی
مثال بهتون میدم، دفتر ما موکل داره تو اروپا یا تو دبی، بعضی ماها شده بدون شوخی اینا ممکنه مثلا ما مثلا یه فاکتور 200 دلاری واسه ما وایر بکنن به آمریکا. خب این کار اصلا در ایران غیر ممکنه، یعنی حتی در قبل از اینکه آمریکا هم تحریم کنه بانک‌های ایرانی شما نمی‌تونید همینجوری بریم وایر کنیم به آمریکا. همین که چی؟ در واقع این که پول از یه نفر در داخل آمریکا به حساب شما ریخته بشه ممکنه به نظر شما یه کار کاملا عادیه، ولی شما بعد در بقول آمریکایی بیگ پیکچر نگاه بکنین ببینین که نه، این کار کاملا عادی نیستش. من داستانای شنیدم از مردمی که مثلا در زمان انقلاب 10,000 دلار 20,000 دلار در لای جلد کتاب مثلا فرستادن به آمریکا. خودم من ممکنه به این 60 نفری که شما تو این جمع هستین بگم یک کدومتون هم مثلا تعجب نکنید، ولی خب واسه اشخاصی که با کشورهای دیگه دارن کار میکنن این کاملا یه چیز بودار و مشکوکی میتونه به نظر بیاد. همین که آدم واقعا منصف باشه، کلاه خودش رو بکنه قاضی و در واقع ببینه که این کار میتونه خیلی مسئله ساز باشه. یک، دو، این که نمیدونم چرا ولی خیلی ها کلاً تمایل دارن به دروغ گفتن یا مثلا پیشوندن چیز. دولت آمریکا با تمام این تحریمایی که گذاشته روی ایران در واقع میخواد اشخاصی که سیتیزنن، گرین کارت دارن، اینجا هستن که مثلا اینجا زندگی میکنن، میخوان اینا پولاشون از ایران بیارن بیرون. در واقع اصلا کلاً هدف این تحریما اینه که ایران رو در یه انزوای اقتصادی قرار بگیره. خب و گه گداری من مثلا میگم، یکی من زنگ میزنه میگه که بله مثلا دارم میام، ما این ملک رو از قدیم و ندیم داشتیم، اصلا ما سیتیزن نبودیم، گرین کارت نداشتیم، اینا خریدیم، حالا میخوایم بفروشیم. من میگم چه خوب، این جنرال لایسنس، اصلا احتیاجی به مجوز نیست. یا اینکه مثلا این فلان کار اجازه میتونیم بعد بگیریم ولی خب بهتون میدن، یعنی چیزیه که دولت به قول خودشون فیوربل لایسنسینگ پالیسی داره، یعنی در واقع تمایلشون اینه که بده. بعد این اشخاص میگن که خب ما میتونیم حالا بگیم این گیفته. جواب بنده هم همیشه اینه که خیلی های دیگه در این مملکت یا جاهای دیگه سعی میکنن یه پوشش قانونی یا حداقل تمیز روی کار خلاف بدن. بعضیا متاسفانه تو کامیونیتی ما، حالا نمیخوام جمع ببندم، البته آدم خوب و بد در همه جا هستن و اکثریت مردم واقعا دارن سعیشون میکنن که قانون رعایت کنن، بعضی هستن که حتی وقتی کارم مجاز هست قانونیه میخوان به نوعی یه پوشش کثیف یا فاسدی روی این بذاره، که این کار به نظر واقعا کار بی جای و بی دلیلی و یه کمی خیلی اصلا با عقل جور نیست. و آدم وقتی این کار داره میکنه داره در واقع یه چراغ سبز میده که واسه خودش مشکل ایجاد کنه. این موضوع افق من همیشه میگم فقط نکته این نیست، نکته این نیستش که شما بخواید شهروند خوب باشین و قانون رو رعایت کنید، اون خیلی کار واجبیه، هم وظیفه شهروندیتون هم وظیفه اخلاقیتون، ولی کنار اون یه موضوع لوجستیکس هم هستش. یعنی در واقع وقتی که این پولا به طور غیر قانونی میره آمریکا خیلی راههایی هست که مثلا بانک ممکنه مطلع بشه، حالا حتی هم اگه به دولت هم خبر نده این میتونه خیلی مشکل ایجاد بکنه. یا اینکه مثلا شما پولا رو از داخل آمریکا یکی بریزه به حسابتون، ممکنه هم هیچ اتفاقی براتون نیفته ولی پس فردا اگه دولت بخواد دنبال اون شخص بره و اینوستیگیت کنه باز میتونه مسئله ایجاد کنه. نه واسه اینکه شما پول رو گرفتین از ایران، ولی واسه اینکه از همچین روشی پول دریافت کردین، اونا میخوان راجع به اون شخص سوال بکنن، شما تو به اصطلاح تور این دولت قرار میگیرید. خب همین که همه کار شفاف قانونی و کارهای سوال برانگیز و مشکوک البته انجام ندین، خواهشن از این نهادهای بلوکه شدن فاصله بگیریم، به غیر از اون شرایط استثنایی که بودن با اون چند از اون بانک ها و غیره، اسامی رو چک بکنین، مخصوصا با ملک های گرونتر. هیچ وقت یه شخصی که رو لیست سیاه هستش فکر نکنم خودش بیاد اسمن در ایران بیاد یه ملکی رو بخره. یعنی من فکر نمی‌کنم، بعید میدونم واقعا مثلا سپاه یه ملکی شما داشته باشین 20 میلیون دلار ارزشش باشه، 10 میلیون دلار ارزشش باشه، مثلا سپاه پاسداران بیاد رسما بگه ما می‌خوام اینو بخریم، اینو معمولا فرانت دارن. همین که به نظر من یعنی در قانون آمریکا و اون چیزی که نهادهای دولتی میگن اینی که شما میزان به اصطلاح ریسکی که دارین جلوگیری می‌کنه، در واقع احتیاطی که به خرج می‌دین، بعد تدریجاً هم با اون سافیستیکیشن و حجم معامله بعد بره بالاتر و بالاتر. یعنی بعد سوال بپرسین اگر میدونین که به اصطلاح
اون شخصی که اومده جلو فرانت واسه یه نفر دیگه هم اینم حتما رعایت بکنید و بعد چشم بسته نریم جلو. با صرافا حتما مراقب باشین، به بانکتون حتما اطلاعات بدین و هم خودتون رو مطلع کنید در مورد قانون، چون این قانونا متغیره. من همیشه میگم من اگه 6 ماه از این کار آف بگیرم برگردم خیلی از اطلاعاتم منقرض خواهد بود و قدیمی. همین که حتما keep yourself updated، اسناد رو نگه دارین. حالا بعضیا میپرسن بعد اسناد اصل نگه دارین یا ترجمه بکنیم؟ اون که بخواید ترجمه کنین، بعضی وقتا لازمه بعضی وقتا نیست، ولی حتما کپیش رو حداقل داشته باشه هر داکیومنتی که دارین. حالا لازم نیست اصلش باشه ولی حداقل یه کپیشو داشته باشین. و مهم، یکی از مهمترین چیزایی که گفتم، پول خارجی یعنی پول از ایران باید از خارج از آمریکا صاف بیاد به حسابتون. و سلام. حالا خیلی کوتاه خلاصه بگم چیز مثلا تغییرات اخیر و آتی. دولت ترامپ در مثلا هفته های پایانیش خیلی اومدن شروع کردن کمی چوب لای چرخ دولت بعدی میخواستن بذارن و شاید بشه کنی، عملا اینو گفتن، یه سری اشخاص رو گذاشتن تو لیست. ولی مهم اینه که هیچ محدودیتی روی معاملات شخصی نذاشتن. این یکی از چیزاست که بعضیا اشتباه میگن تو اخبار و این حرفا که میگن new sanctions on Iran. این اشتباه نیست این حرف، ولی ممکنه مثلا خیلی وقتا این new sanction که میگن مثلا یه شرکتی که مثلا در مالزی داره مثلا معاملات خلاف واسه پتروشیمی مثلا ایران داره انجام میده میذارن روی سیاه، ولی این واسه ماها اشخاص معمولی معمولا هیچ فرقی نداره. این قانونا که در مورد به اصطلاح چیزای شخص معاملات شخصی هستن، تنها چیزی که در دوران آقای ترامپ عوض شد شاید میشه گفتش که واردات مواد غذایی که در دوران برجام مجاز بود، خب اونو برداشتن الان قدغنه و بانک پارسیان رو گذاشتن رو لیست و یه سری بانک ها که در دوران برجام از لیست در واقع واسه این کارا حداقل حذف شده بودن دوباره برگشتن مثل ملی و ملت و اینا. و یه کار دیگه هم که کردن این بود که این قانون جنرال لایسنس که روی ملک بود اینو گذاشتن که شامل نه تنها ملک بلکه پرسونال افکت و آیتم های شخصی مثل مثلا ماشین طرف یا مثلا طلا یا فرش که ایران داشته باشه اونام باز میتونن بدون اجازه بفروشن. در واقع یه جوری هم حتی میشه گفت یه گسترش هم دادن به این مافیات. و یه سری چیزای تجهیزات پزشکی و اینا هم که البته گفتم باز به این اودینس الزاما ربط نداره اینا رو آزاد کردن. نکته ای که هست در واقع شاید میشه گفت بزرگترین فرقی که اون بیرون اومدن از برجام از اون توافق هسته‌ای JCPOA واسه اشخاص معمولی شد در ایران یا مقیم آمریکا، روی به نظر من البته فقط بر اساس کازیشن اون چیزی که من بعد از این می 2018 دیدم این بود که رقمایی که ما میبینیم از ایران میان کلن یه کمی کم شدن. یعنی در واقع شاید میشه گفت در دوران برجام ما حتی میدیدیم بعضیا یه مرتبه تو یه دونه ترانسفر 400 خورده هزار دلار میآوردن، الان ما خیلی میبینیم ترانسفرای 20 25 هزار دلاری. اون ترانسفر 400 هزار دلاری که من واقعا از سال 2017 من ندیدم. همین که اون عوض شد، ولی این طور قانونا خیلی تحت تغییر قرار نگرفتن. فکر کنم که دولت بایدن تمام نشونه ها اینه که این تحریما رو نگه خواهد داشت. اینا اگه خاطرتون باشه برجام اولش هم گفتم بیشتر در مورد تجارت ایران بود با کشورهای سوم نه با آمریکایی. عملا تنها فرقی که واسه آمریکایی شد این بود که واردات مواد غذایی و فرش آزاد شد و یه پروگرامی گذاشتن به عنوان لایسنسینگ بسار پروگرام که شرکت‌های بسار هواپیمایی آمریکا در واقع اونایی که تولید کننده هستن یا تولید کننده های قطعات میتونستن لایسنس بگیرن که مثلا هواپیما به ایران بفروشن و غیره. ولی این معاملاتی که در دوران برجام صحبتش بود بین آمریکا و ایران نبود. مثلا رنو اومد با ایران توافق بست یا مثلا توتال، اینا فرقی به حال به طور عدقه به طور مستقیم از به حال ما نمی کنه. خلاصه بعدش هم حالا این که آقای بایدن اومده الزاماً باز میگم چیزی رو به صرف فکر نکنم عوض کنه. ممکنه اگه دولت آمریکا برگرده به برجام باز گرفتاری های همون چالش هایی میشه که در دوران اوباما بود که اگه خاطرتون هم باشه حتی در واقع در خود نظام هم از این شکایت هم میکنن که در واقع هیچ فرقی نکرد و
بانک ها با ایران معامله نکرد. همین که بعضی ها ممکنه they might get a little bit ahead of themselves و یک کمی ذوق زده بشن و این فکر کنه که همه چیز دیگه تموم شد، ولی واقعا خواهشن راحت کنید. تحریم آمریکا من همیشه میگم مثل قانون محیط زیست نیست یا قانون صدق جنین که بین دو تا حزب خیلی اختلاف نظر باشه، جز محدود چیزایی است که تقریبا کم و بیش توافق هست. الان مثلا به اصطلاح اختلافی که با آقای ترامپ بود از طرف دموکرات بیشتر از این بود که آمریکا از برجام اومد بیرون، نه اینکه آمریکا باید روی ایران جمهوری اسلامی فشار بذاره. همین که این چیزا کلا نه تنها با ایران بلکه با کشورهای دیگه تا حد زیادی خیلی ربط ندارن به اون حزبی که توی کاخ سفید هستن. حالا باز میگم خیلی ممنون، این رسیدیم به پایان. میدونم سوال زیاد خواهد بود، منم سعی میکنم با این وقت محدود، من خیلی صحبت کردم، تا اونجا که میشه در خدمتتون هستم که سوال رو جواب بدم. مرسی آقای علوی برای آگاه کردن همه ما. سوالا هستش، اولین سوال این هستش که How can we get OFAC license؟ خب عرض کنم که How can we get an OFAC license؟ If you need a specific license, اگه specific license احتیاج هست میتونین اقدام کنین. اقدامش یه معمولاً ورقه فرم نیست مثل فرم مهاجرت، یا معمولاً مردم یه نامه می‌نویسن به دولت، در واقع شرایط خودشون رو عنوان میکنن و درخواستایی که میکنن عنوان میکنن که در واقع اوفک بر حسب اون جواب میده. بعضی وقتا خوبه آدم مدرک ضمیمه بکنه که در واقع سپورت کنه، مثلا سند و غیره. خیلی ها و اون سیستمش آنلاینه واسه سابمیشنش. خیلی ها میپرسن که آیا وکیل احتیاج هست یا نیست. جواب من اینه که من تو آمریکا قتلم بکنه میتونه از خودش دفاع بکنه. آیا این کار به اصطلاح من توصیه میکنم یا نمیکنم؟ جنرالی من توصیه نمیکنم. دلیلش هم اینه، برای اینکه ببینید اجازه هایی که اوفک میده بر حسب درخواستی است که شما میکنید، یعنی if you don't ask for it you're not going to get it. معمولا آدم باید خیلی تو این زمینه دقیق باشه. در نتیجه آدم اگه ندونه چه چیزایی احتیاج به مجوز داره نمیتونه در واقع اون اجازه خواست رو در واقع تقاضا کنه براشون. همین که باید خیلی مراقب باشین که در واقع you're asking for the right thing، دارین اون فکت های درست رو میگین، درست دارین پریزنت میکنین، نحوه به صورت تعریف کردن شرایطتون به صورت شفاف باشه و قابل فهم باشه. اینا چیزاییست که خب بالاخره برای خیلی ها خودشون گرفتن. نمیخوام بگم که الا بلا بعدش حتما 100% با وکیل کار کرد، ولی به نفعتونه به نظر از چندین لحاظ که بخواید نگاه کنین که با یک کارشناس حالا هر کی میخواد باشه که این کارو کرده و تجربه شده داره کار با همکاری کنه. مرسی. سوال بعدی هستش که درود آقای علوی، افراد غیر سیتیزن دارای گرین کارت هستند تا چه مدت اجازه آوردن سرمایهشان به آمریکا را دارند؟ ما چند سال پیش با گرین کارت وارد آمریکا شدیم ولی هنوز خانه در ایران داریم. ببینید تا زمانی که اون ملک در واقع واسه شما درآمد ایجاد نکنه، یعنی مثلا این ملک رو همجور خالی شما اینجوری بگم گذاشته باشین، من مسئله نیمه. من مرد آدمای هستن که مثلا ممکنه 30 40 سال 50 سال یه سری ملک دارن تو آمریکا بودن تو این مدت، ولی کارهای مانند کرایه دادن این ملک یا پرداخت کردن به دولت مثلا مالیات و این حرف تو ایران یا مثلا این نوع کارا، خب بله اینا بعد تحت مجوز قرار میشه. ولی شما مثلا من میشه بعضی ها میپرسن میام که اگه مثلا شما یه ملکی دارین، مثلا فرض بگیم سال 4 ماه شما ایرانین، یه خونه‌ای دارین که مثلا در اون خونه شما میمونین هر وقت میرین ایران، الزاماً لازم نیست اون رو بفروشین یا لازم نیست اجازهشو بگیرین که بفروشین. البته یعنی در واقع این واسه چیزیه که شما میخواین معامله کنی، حالا معامله هم شامل فروش هم فقط نیست، یعنی اینی که شما اسمی که رو سندم هست عوض کنین. بعد چیز میگه آیا مدت زمان به شما میدن یا نه، مدت زمانی تو قانون تعریف نشده، فقط باید مراقب باشی که در واقع خطایی نکنین، یعنی در واقع کاری با اون ملک نکنیم. بعضی ها مثلا ممکنه بیان مثلا دارن یه خونه دارن با یه بساز بفروشی مثلا وارد معامله میشن مثلا که اون مثلا اونو بکوبه و یه چیز چند واحدی بسازه. این نوع کارا، این نوع سرمایه گذاری ها یا مثلا معامله کردن، این همشون غیر قانونی، در واقع اونه که اصل کار، نه اینکه حالا شما مثلا 6 سال روی زمین بکری مثلا نشستین و حالا کارش هم نکردین، به کسی هم پول ندادین، مالیاتی ندادین. اون به نظر من
الزاما مسئله نیست. فقط یه نکته هم این وسط بگم، اونم این که بعضی از این کارا یه سری ابعاد دارن از لحاظ قانون مالیات آمریکا که اون در واقع حوزه کاری من نیست. همین که حتما با یه حسابدار یا یه وکیل مالیات به صورت کارشناس در این موارد صحبت کنیم، ممکنه مجبور شیم مثلا اینا رو گزارش بدیم به دولت که داریم، به IRS نه به OFAC. یکی از دوستان میگم میشه صفحه مربوط به جنرال لایسنس رو دوباره شیر کنین؟ اوکی. اون چیزایی که به اصطلاح شاید واسه این آدینس مهم باشه، مثلا فروش، باز میگم ملک، من راجب این خوب صحبت کردم ولی باز دوباره تاکید میکنم که اگر شما مثلا یه ریل استیتی در ایران دارین که قبل از اینکه یو اس پرسن بشین، در واقع مثلا فرض بگیم شما در ایران بودین و مثلا پاتون هم آمریکا نذاشته بودین و گرین کارت و سیتیزنشپ نداشتین، رفتین اینو خریدین، حالا فاست فورورد میکنیم 20 سال الان میخواین اینو بفروشین، اینو باز میگن در قالب اون جنرال لایسنس، اون شرط شروطی که تعریف شده تو قانون، بفروشین و پولشو بیارین آمریکا، اون مثلا جنرال لایسنس. اینهرتنس من یه کمی به این اشاره دادم، اون ارثیه، اونم به صورت شرایط دومشه که حالا فرضاً بگین یو اس پرسن بودین، مثلا این اتفاق دیروز افتاده، دور از اون یه نفر فوت شده، از طریق انحصار وراثت این ملک رفته به اسم شما. اگه اون شخص در ایران فوت شده و شما باز میگم درست این کارا رو استپ بای استپ انجام بدیم، باز اونم به صورت شامل اون جنرال لایسنس میشه. ولی باز میگم اینهرتنس رو من واقعا میگم باید روی تعریف آمریکایی بعد نگاه کنه که در واقع یه نفر فوت شده، مالکیت از اون شخصی که فوت شده منتقل شده در اون مقطع به شخصی که زینف هست در آمریکا. بعضی به من زنگ میزنن میگن که بله ما یه ارثی داریم، بعد یه کمی سوال میپرسیم میفهمیم مثلا پدر طرف 50 سال پیش فوت شده، یه پولی گذاشته، اینا اون پول رو رفتن مثلا در دوران شاه ملک خریدن، فروختن، دوباره خریدن و فروختن، 10 دفعه این اتفاق افتاده، حالا میگن این ارثه. این به نظر من ارث نیست، در واقع ارث چیزیست که خیلی کانکشنش به شما نزدیکتر بوده و اخیرتر بوده و در واقع یه نفر باز میگم فوت شده، اونرشیپ در اون مقطع چی شده. در زمانهایی که مردم بسیار در قید حیات هستن و ملک رو منتقل میکنن به شخص و اون شخصی که منتقل کرده فوت میکنه، به نظر من اون واقعا اسمش ارث دیگه نیست، اون شاید میشه گفت یه گیفته. همین که بعد واقعا بعد وسواسی باشین و موشکافی کنین که مطمئن باشین که همه چیز دقیقه. مرسی. میگن یه سوال دیگه این هستش که آیا انتقال مبلغ زیر 10,000 دلار در داخل آمریکا مشکل ساز خواهد شد؟ اگر تعلقی به ایران داره خب غالبا میتونه مشکل ساز باشه. بله. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما یه نفر به طور قانونی پول آورده به آمریکا به حساب خودش، مثلا اینکه اومده ریخته شده به حساب خودش از یه کشور سوم، حالا میخواد اون پول رو باشه کاری دیگه بکنه، بده به یکی از دوستاش، میخواد یه ماشین بخره یه چیزی، اون من مسئله نمیبینم. ولی اینکه مثلا دو نفر بخوان مثلا اینجوری پول از ایران بیارن چون مثلا سخت از صراف فرستادن، این میتونه قشنگ مشکل ساز بشه. یه شرط استثناء هست که باز میگم واقعا روی اینم خیلی حساب نکنی، اونم این که مثلا دارم میگم اگه به طور خیلی کمیاب یا به اصطلاح خیلی نادر مثلا یه شرایط بین دو نفر ایجاد بشه که مثلا شما میرین ایران، اینجا زندگی میکنین، میرین ایران تابستون، دوستتون که در ایران هست به شما مثلا معادل 10,000 دلار 5,000 دلار مثلا در ایران به ریال به شما میدن که اونجا خرج کنین، چون مثلا ATM کارتا که کار نمیکنن تو کشور این کشور بین کشورا، و سال بعد مثلا ایشون بیان آمریکا شما بهشون 5,000 دلار همون مبلغی که شدن اینو بدین، ممکنه در بعضی شرایط باز میگم اگه کمیسیونی تو کار نباشه، اتفاق ریری باشه بین همون دو نفر، اون میتونه قانونی باشه. ولی معاملات دیگه نه، میتونه، نمیگم هر دفعه مشکل ساز میشه طبق قانون دار، نمیگم دولت هر دفعه میاد مچ مردم میگیره، ولی این توانایی و این اختیار رو کاملا داره. باز میگم رقم خیلی مطرح نیست واسه این کار. سوال بعدی میگه در هنگام خروج از آمریکا چه مبلغی میتوان همراه داشت؟ این برمیده باز اون نقطه‌ای که در اول برنامه من توضیح دادم، مبلغش مهم نیست.
اگه یه چیزی قانونی باشه، شما اگه میخواین به مادر بزرگتون پول بدین، میتونین تو ایران میتونین 10 میلیون دلار تو چمدون بزنین ببرین. من توصیه نمیکنم این کارو بکنین، ولی الزاما غیر قانونی نیست. یه نکته ای که این وسط هست اینه که البته آدم 100% این رقم رو بعد به ماموران گمرک عنوان کنه. گمرک یه نهاد کاملا مجزایی از اوپک و کلا هم شما چه میایین چه میرین از ایران یا به ایران یا از هر جا بیرون از آمریکا، کلا جمع پولایی که همراهتون هست به هر ارزی میخواد باشه، میخواد دلار باشه، ریال باشه، یورو باشه، فرانک سوئیسی باشه، درهم باشه، اینا رو بعد جمع باشه. اگه بالای 10000، اگه جمع اینه بالای 10000 دلار هست، بعد دقیق و دقیق بگین. خیلی وقتا این مامورا اگه یک کم اختلاف باشه ممکنه این پولو مسدود کنن و بعد هزار تا گرفتاری دیگه با گمرک ایجاد میشه. در نتیجه واسه اینکه جوابتون بدم، نکته اینجاست که اگر مجاز محدودیتی الزاما نیست، اگه مجازم نیست، باز هیچ مینیمال اماونتی نیستش که بتونیم بگیم بله این اوکیه چون رقمش کمه. سوال بعدی رو توضیح دادین ولی من سوال رو میخونم. میگن که مدارک مورد نیاز آوردن ارثیه چیست؟ ببینید وقتی که یه نفر فوت کنه، مثلا یکی از بستگانتون فوت کنن، شما مثلا یه ارثی باشه تو کار، خب اگه نیاز باشه به مجوز اوفک، خب اقدام میکنین و میگیرین و در واقع همه چیز رو در قالب اون میارین، که اونم باز record keeping requirement دارن. در واقع این به نظر من جزء مدارکی که خوب نگه داریم یا موظف نگه داریم، موظف هستیم به اصطلاح، ممکنه گواهی فوت اون طرف باشه، وصیت نامه مثلا، یا برگه‌های انحصار وراثت و مالیات بر ارث. اینا رو لازم نیست ما به کسی بفرستیم، ولی اگه درخواست کنن، دولت سوال بخواد بپرسه بعدها، آدم مجبور اینا رو نگه داره، نمیتونه مثلا اینا در واقع نداشته باشه. خیلی وقتا واسه اقدام کردن به اوفک، واسه یه اجازه خاص، واسه specific license، مدرک میتونه خیلی کمک کنه، برای اینکه خیلی کار اونا رو راحت‌تر می‌کنه. در واقع یه جوری نشون میده که بله این چیزی که من دارم میگم هست. باز میگم معمولا required نیستش، ولی خوب آدم داشته باشه. این نکته اتفاقا، حالا من یه نکته دیگه هم عرض بکنم، بهترین مثالی که من میتونم بگم اینه که شما در واقع اینجوری حساب کنید که شما دارین به خاطر این قوانین اوفک، عملا اون وظیفه‌ای که رو شما هست اینه که یه پوشش غربی یا شاید میشه گفت آمریکایی دارین روی معامله ایرانی میکنین. خب یعنی ممکنه، من نمیدونم تو ایران چی مرسومه، من اونجا بزرگ نشدم، ولی مثلا تو آمریکا اگه ما مثلا خونمون رو بفروشیم، معمولا نمیدیم مثلا روز بعد تمام قباله رو داکیومنت های فروش رو شرد بکنیم، نگه میداریم خب قاعدتا، یا بانک استیتمنت های من در مورد مثلا این چیزا رو، خب شما موظف این طبق قانون تا 5 سال نگه داریم. من به نظر من رول اف فام خیلی خوبش اینه که شما وقتی که آخرین دلار اون پول اومد آمریکا، 5 سال از اون موقع شما اینا رو حداقل نگه داریم. الان که همه چیز دیجیتال شده که هیچ ضرری هم نداره اینا رو به طور دیجیتال نگه داره تا ابدیت you never know، ولی معمولا اینا دولت میتونه معمولا تا 5 سال قبل نگاه کنه. مرسی. سوال بعدی هستش، اگر ارث را بفروشیم در کدام بانک ها واریز کنیم که تحریم نباشد؟ لیستش مفصل از بانک هایی که به اصطلاح لاکت هستن، ولی اون بانک های خیلی بزرگ و شناخته میتونم بگم، مثلا ملی، ملت، صادرات، تجارت، پارسیان و سپه هستن. بانک توسعه صادرات هم هست، و این محدودیت هم شامل تمام به اصطلاح شعبه هایشون در کشورهای ثالث هم هست. مثلا بانک صادرات در استانبول یا دبی هم جزو این فهرست هستن. بانک های دیگه هم هستن، مثلا مؤسسات مالی دیگه هم هستن، ولی اونایی که به اصطلاح شاید میشه گفت شایع‌ترن اینان تا حد زیادی، ولی خوبه که همیشه دابل چک بکنم اگه اینا میتونه عوض بشه مرتب. ولی بله اینا در واقع جزء اونان که به اصطلاح لاکت هستن. میپرسن که برای فروش ارث باید مجوز بگیریم؟ در حالی که عرض کردم اگه ملکی باشه که اگه اون شخص در ایران فوت شده باشه و ملک به اسم شما تبدیل بشه، یعنی ارث به اون معنی باشه، الزاماً احتیاج نیست. ولی باز هم من توصیه میکنم که شما از اول این قضیه نگاه کنین. اینا باز میگم این جنرال لایسنس هم که هست، شرطش اینه که شما پله به پله همه چیزش
قانونی باشه، در واقع یه دونه گامش پس و پیش بشه، یعنی مثلا نمیام فرض بگیریم، باز میگم اون بستگان در ایران فوت بشن دور جون، بعد اینا بیان شما این ملکی به اسم شما منتقل بشه، شما این ملک رو بفروشین، کافیه این پول یک ساعت بشینه توی حسابی در بانک صادرات، این دیگه لکه‌دار میشه، بعد دوباره برگردیم به افق. همین که خیلی خوب آدم از قبل مطمئن باشه که یک اون معامله معافه، یعنی مثلا اون اینهرتنسی که من دارم میگم به شما دارم میپرسین واقعا طبق قانونی اینجا ارث محسوب میشه، و دو اینکه تمام اون استپی که تو اون جدول هستش رعایت بشه که در واقع هیچ دست آلوده ای نخوره به این معامله و این پول به روش قانونی بیاد آمریکا. بله دیگه خیالتون راحت. برای فروش خانه شخصی خودمان هم باید مجوز بگیریم؟ مجوز لازمه مگر اینکه شما در زمانی اینو اکوایر کردین به اسمتون رفته، یعنی خریداری کردین یا مثلا یکی به اسم شما گذاشته، که شما یو اس پرسن نبودین، یعنی گرین کارت نداشتین، سیتیزنشیپ نداشتین و اینجا حضورا نبودین. مثلا میگم ما یه موکل داشتیم چندین سال پیش که یه ملکی به اسمشون بود، فکرم شیش دونگ داشتن به اسم ایشون بود، پدرشون در ایران فوت شده بود، پنج دونگ از طریق همون ارث رفته بود به ایشون، ولی این آقای محسنی بودن، یه دونگ این ملک در هزار مثلا مثلا هفتاد که ایشون در آمریکا درس میخوندن به اسمشون رفته بود در اون مقطع، ما واسه اون یه دونگ مجبور شدیم یه لایسنس بگیریم که دادن. البته شرایط خیلی ایدئالی نبود، برای اینکه بالاخره لایسنس هزینه داره، بالاخره وقت میگیره، ولی شاید بگم اگه الان این اتفاق میافتاد شاید یه جورایی بقول آمریکایی سیلور لاینینگی داشت، برای اینکه وقتی که لایسنس داره یه جور یه تاییدیه است از طرف دولت آمریکا، در واقع ممکنه آوردن اون پول پنج دنگ دیگه اش هم آسان‌تر بکنه. فقط هم این نکته هم بگم که بعضیا فکر میکنن واسه یه محکم کاری میتونن مجوز اسپسیفیک لایسنس بگیرن، هیچ همچین چیزی وجود نداره، یعنی اگر شرایط شما در قالب اون جنرال لایسنس قرار بگیره دیگه شما بیاین به اوفک اقدام کنین، اوفک میاد برمیاد میگه که آقا اصلا لایسنسی یا خانم لایسنسی تو کار نیست، اسپسیفیک لایسنسی لازم نیستش، تشریف بیارین و کارتون رو بکنین و بفروشین و این قانونا رو رعایت کنین. در واقع یعنی نمیتونین بگی من میخوام حالا خیلی مواظب باشم بذار بگیرم، اگه یه چیزی باشه که به اصطلاح مبهم باشه که قانون روش کمی مشخص نباشه در اون مقطع بله عقل حکم میکنه که آدم بیاد اقدام بکنه و مطمئن باشه که این کار قانونیه. مرسی. بعد یه سوال دیگه هم فکر کنم چیز کنم بعد دیگه متاسفانه دیگه میداره دیر میشه ولی بذارین دو سه تا سوال دیگه. میگن که هزینه مجوز گرفتن توسط شما چقدر است؟ بل هزینه گرفتن مجوز اوفک توسط شما مثلا برای 500 هزار دلار چقدره؟ میشه لطف کنین آدرس ایمیل و تلفن خودتون رو بذارین؟ این که الان روی این سایت که میبینین شما تلفن من و ایمیل من هست. در مورد هزینه خب هر کیسی فرق میکنه و وکیل های مختلف هم هستن که فیای مختلف شارژ میکنه، نمیشه گفت، ولی میتونم بگم تو دفتر ما مبلغ باز میگم خیلی مهمه، شما رو حجم کار حساب میکنیم، چون تو آمریکا کلا مرسوم خیلی وقتا وکیل ساعتی حساب میکنن، که من در واقع مثلا دارم میگم، این صرفا هم از رجوع دفتر خودمون دارم میگم نه رجوع دفتر دیگه، چون من اطلاعات ندارم الزاما، ولی مثلا من ممکنه این وکیلای مثلا زیر دستی من که خیلی هم آشنایی دارم با این چیزا اون به اصطلاح نسخه اول آماده بکنن اون اقدامو، بعد من نظارت میکنم و هر چیم که از دفتر میاد بیرون من obviously چک میکنم در این زمینه که مطمئن باشم به اون استاندارد خودم برسه. مثال بهتون میدم واسه در واقع کسب مجوز شاید میشه گفتش که مثلا یه چیزی حدود مثلا بین 5 تا 6 هزار دلار معمولا هست، اگه یه کیس پیچیده باشه ممکنه بیشتر، اگه کیس فوق العاده ساده باشه شاید کمتر، ولی باز میگم هر کیسی اجازه لازم نداره یک، و دو این که در واقع چیزی که میتونه اینو خیلی گرونتر بکنه این که موکل هی تصمیمشو عوض بکنه، هی این نسخه درافت بک اند فورت بشه بین ما و هی چیز میز اضافه بکنه برداره، و یا مثلا خیلی ملک توش زمینه بکنه، ما میتونیم مثلا 30 تا ملک هم زمینه بکنیم تو اون اقدام، ولی ممکنه این خب حجم کار ما رو بیشتر میکنه.
بخش دوم، بعضی بانک‌ها وقتی که شما مجوز رو می‌گیرید یا حتی بگیم مجوز هم نداشته باشید، لازم نباشه جنرال لایسنس باشه، آن بخواید پولا رو بیارید، بعضی بانک‌ها میگن که عملاً میگن، یعنی ممکنه به طور مستقیم نگن، ولی اگه مثلا شما تمام پولتون رو ظرف یه ماه یا 6 هفته بیارین، چند تا مدرک ما آماده می‌کنیم و این پولا حالا 10 تا ترانسفر بخوره یا یه دونه ترانسفر بخوره، کار ما تقریباً یکیه. بعضی بانک‌ها می‌خوان که ما هر دفعه یه مبلغی میاد ما یه افیدیویت آماده بکنیم، موکل امضا کنه، ما به بانک خودمون مستقیم بدیم، این میتونه هزینه رو ببره بالا. من همیشه به موکلان میگم در اون شرایط، مثلا یکی از بانک‌هایی که این کارو معمولا میکنه ویلز فارگو، که البته بگم ویلز فارگو خیلی بانک، چون واقعا قانون رو میدونن و الکی هم سر چیزایی که مجاز هست من نمیدونم اذیت بکنن، ولی خب این پالیسی رو دارن. منم همیشه میگم به نفع هم موکل، هم از لحاظ مالی، از لحاظ اینکه کاست ما رو پایین نگه دارن، هم از لحاظ اینکه کار خودشون راحت‌تر باشه که این پولا مبلغ‌های درشت‌تر بتونن بیارن هر دفعه. برای اینکه اگه شما مثلا بر فرض 500000 دلار رو بخواید با سه تا ترانسفر مثلا 160000-170000 دلار بیارین، خیلی حجم کار بنده کمتره تا مثلا بخواید 50 تا ترانسفر 10000 دلار بیارین، که اصلا اون کار میتونه خطرناک هم باشه به اون دلایلی که در طی برنامه عنوان کردم. بکنم یکی دو تا سوال دیگه هم باز میتونیم باز شد یکی وقت من نمیزم چه ساعتی هم این که فرار جان 9 تا سوال هستش چند تایی ما بریم تو چیز کنیم ببینید گفتن که لطفا اسامی بانک های مجاز رو بفرمایید که گفتین یه لیست بالا بلنده، درسته؟ لیست هم بالا بلنده هم متغیره، همین که خوب آدم در اون مقطعی به خصوص همیشه اینا رو چک بکنه. قبلنا افک یه لیست سیاه داشت که یه لیست داشت فقط از بانک ها رو سایتش که اونو حذف کردن. یه سرچ انجین رو سایت افک هست که حتی خیلی مراقب باشی که دارین درست سپیلی میکنین، حتی میتونین اونم باز اجاستش کنین، میتونین برین خودتون چک کنین. ولی واقعا میگم من یادم مثلا یه بار دو سال پیش پرواز دادم تو دبی، یه مرتبه ایمیل اومد رو تلفنم که بانک پارسیان رفت رو لیست. بانک پارسیان بانکی بود که خیلی باش کار میکنه، من از خودم متعجب شدم که مثلا این اتفاق افتاد. همین که باید گفتم قانون مدام متغیره، همین که باید حواسش باید جمع باشه. یه سوال کردم، میگن قانون نسبت به مبلغ متفاوت است، که مثال 400000 دلار را زدین. نه، در واقع جریمه میتونه بر حسب حجم معامله باشه. هرچی به اصطلاح اون معامله ارزشش بیشتر باشه، جریمه میتونه تدریجا هم بره بالا. ولی نکته که شما در نظر بگیریم، باز میگم اگر مثلا باز برمیدیم اون مثال جنرال لایسنس، شما بگیم بر فرض یه ملکی رو 50 سال پیش خریدین، یو اس پرسن نبودین، الان این ملک در بهترین جای تهران باشه، 20 میلیون دلار ارزش داشته باشه، شما اگه این کارو قانونی بکنین هیچ احتیاج به مجوز نداره، حتی اگه 20 میلیون دلار ارزش داشته باشه. ولی بالعکس اگر بر فرض مثال 10 سال پیش که شما سیتیزن بودین، رفتین توی جای پرتی یه آپارتمان خریدین که اون آپارتمان 20000 دلار هم با این دلار 27000 تومانی ارزش نداره، اون باز بعد واسش اجازه بگیرین. خلاصه همین که هیچ کپی نیستش از لحاظ چیزهای مجاز، هیچ باتم فلور هم به قول معروف نیستش که واسه کارهایی که احتیاج مجوز خاص دارن. مرسی فرهاد جان، اجازه هستش که ما رکوردینگ اینو تو تلگراممون یا یوتیوب پخش کنیم؟ شو اصلا نیمه. اوکی پس یکی میپرسه که جلسه اولش نبودم میشه تو تلگرام؟ اصلا دعوا ترجیح هم اینه که سلاید دک رو شما پخش کنید، ویدیو شما من ترجیح اینه که من اینکه میدونید اینا خیلی عوض میشه، من نمیخوام کسی اشتباها روی این حساب کنه بعدها، میدونید همین که، ولی گفتم اگه کسی این سلاید دک رو خواست من مسئله نمیبینم. اوکی پس سلایدا رو میتونیم در اختیار بذاریم. میگه که میپرسن گرفتن مجوز افک تا چه زمانی اعتبار خواهد داشت؟ فرق میکنه بستگی به کیسش، ولی معمولا 1-2 سال اعتبار در واقع دارن مجوزا، و
اون یه سال هاشو و حتی دو سال هاشو من در بعضی موارد تمدید هم کردیم. منتها ما مثلا پیروز یه مجوز گرفتیم واسه دو سال، البته ما عنوان کردیم که یه مشتری اومده و میخواستن اینا بفروشن و شاید بر حسب اون دو سال به ما وقت دادن به موکل، ولی که نوشتن که اگر شرایط ویژه‌ای نباشه در اون مقطع که بخوایم چیز که ما تمدید نخواهیم کرد. همین که من همیشه میگم که موکل بعد در واقع اینو رعایت کنه، در واقع باز برمیگردیم به اون قضیه دیدگاه آمریکایی. خیلی ها میخوان اینا رو مدام هی تمدید کنن. حالا یه زمانی است که شما یه ملک خیلی حساسی دارین، خیلی گرون قیمته، ممکنه هر روز واسش مشتری نیاد. خب بله افک هم یا مثلا یه شرایطی پیش اومده افک بیاد بگه بله بفرمایید، حالا یه بار شاید هم حتی در بعضی شرایط خاص ممکنه دوبارم چیز کنن، ولی اصولنش اینا خیلی صبری ندارن که شما بیاین وایسین تا اون خریداری یا اون که شما اون قیمتی که شما میخواین یا اون دلار به اون نرخی که شما میخواین برسه. یعنی شما فکر کنید تو آمریکا یه نفر یه خونه خیلی گرون داشته باشه، معمولا اگه تو یه سال این فروش داره دیگه یه قیمتی میذاره که دیگه این فروش بره دیگه عملا. برای کیس بای کیس فرم، ولی to answer the question من تو این یکی دو سال یک تا دو سال معمولا دیدم و بر اساس شرایط خاص میتونه قابل تمدیدم باشه. اوکی مرسی. میپرسن که میشه صفحه جنرال لایسنس رو دوباره شیر کنین؟ باشه حالا ما میتونیم اینو بذاریم. اوکی تو اونو شیر میگم این شامل همه جنرال لایسنس ها نیست، ولی مثلا چیزای مربوط به مبادرات مثلا دانش آموزی و این چیزا رو من دیگه نذاشتم این تو، برای که به نظرم ربطی به امروز نداره، ولی این یه خلاصه از چیزایی که من فکر کنم شاید خوب باشه و مفید باشه و جالب باشه واسه بیننده ها. ولی باز عرض می کنم خیلی مراقب باشی که هیچ کدوم از اینا اجازه های مطلق نیستن، یعنی در واقع آدم خیلی مواظب باشه که تمام ابعاد این معاملات در قالب قانون قرار بگیرن. مثال میدم مثلا همین فروش موبایل، خب مثلا این واسه مصرف شخصی، مثلا به دولت ایران نمیتونیم مثلا موبایل بفروشیم، مثال دارم میدم. یا مثلا مواد کشاورزی، خب این میتونه مثلا شامل بذر باشه، ولی مثلا ممکنه بعضی از کودهای شیمیایی جزوش نباشه، مثلا تراکتور جزوش نیست مثلا، یا بعضی از داروها مخصوص داروهای سرطانی ممکنه احتیاج به مجوز داشته باشن اگه خیلی مثلا های تکن مثلا دارم میگم. باز هر کیسی فرق میکنه، ولی به طور خیلی عمومی و جنرال اینو من عنوان کردم. بله مرسی. دیگه یه دو تا سوال دیگه بیشتر لطف ببخشید از وقتی هم که فرجان برای ما گذاشتی. نفری زیر $10,000 میتونیم بیاریم؟ مثلا یه خانواده سه نفر سه تا زیر $10,000 میتونه بیاره؟ ببینید اولا که توی وقتی یه گروه با هم دیگه دارن سفر میکنن که فکر کنم گمرک میگه که اون چیزی که توتال این سه نفر هستش رو در واقع نگاه میکنن. یک دوم این که ببینیم برمیگردیم اون نکته که من اول گفتم، منبع پوله که مهمه نه رقم. یعنی در واقع مثلا دارم میگم اگر اون سورس پول مجاز بود، یعنی مثلا شما یه ملکی رو رفتین تا ایران فروختین در قالب همین جنرال لایسنس قرار گرفته، خونه رو فروختین $1,000,000، حالا ایران خودش محدودیت‌های خودش رو داره البته روی بردن ارز از مملکت بیرون، ولی حالا صرف نظر از اون شما با یه چمدون نقد میایین آمریکا، تا زمانی که اینو دیکلر بکنین چون منبعش مجاز هست و در واقع اون معامله مجازه من مشکلی نمی‌بینم. ولی خیلی بد دقت کنین که درست اینو گزارش بدین. من بعضی وقتا به موکل مثلا یه موکل داشتم دارم، این آقا یه ملکی رو در ایران فروخته بود که جنرال لایسنس بود، همه چیزش اوکی، ملک رو به اصطلاح پول رو فرستاده به دبی چون ایشون دبی حساب داشتن، ولی اون بانک نذاشتن بفرستن به آمریکا اون پول رو. پول رو از دبی خودش رفته بود دبی، میخواست نقد بیاره آمریکا و $300,000 هم پول بود. من با چون با اماراتم زیاد کار میکنم با یه وکیل اماراتی هم در ارتباط بودم که آیا ورقه چیزی هست که اونام دادن ما که تو گمرک طرف بکنم نشون داد، ولی حالا آره اونو به کنار، مهم بود که یه ورقه بود که بعد تو گمرک اینجا میداد که اینو قشنگ این آقا شفاف همه چیزشو خیلی مو به مو تا اونجا که من میدونم نوشتن
منم یه نامه نوشتم فقط واسه اینکه یه وقتی سوء تفاهم نشه، چون مامورای گمرک متخصص قانون اوفک الزاما نیستن. من نوشتم که یه وقتی اگه سوالی پیش اومد بتونیم نشون بده که رو سربرگ ما بودی نرفا، که آخرش هم مثل که نپرسیدن. ولی نکته اینجا بود که این آقا چون همه چیزو قانونی و تمیز انجام دادن و خیلی شفاف بودن، فکر کنیم با $300,000 پولی که منبعش هم ایران بود اووردن آمریکا، هیچ مشکلی هم خدا رو شکر ایجاد نشد. مرسی. میپرسن لیست بانک ها و مؤسسات تحریم شده را از چه سایتی میتوان یافت؟ اگه بزنید تو گوگل مثلا OFAC SDN Search Specially Designated National، اون سرچ انجینش میاد یه دکمه داره که میتونین اجاست کنی که مثلا بر حسب سپلینگ مثلا میتونه نشون بده. مثلا بر فرض دارم میگم اگر رو اون رو صد باشه، شما مثلا صادرات رو بنویسید SAADERAT بذارین ممکن نشون نیاد، ولی نشون نده. ولی مثلا بذارین رو 90 ممکن نشون بده. ولی بدی اون اینه که خیلی چیزا هم که ممکنه هیچ ربطی هم به صادرات نداشته باشن، باز اونام تو سرچ ریزالت بیاد. ولی اون سرچ انجین هست، خیلی ابتداییه، بد نیست، ولی واسه چیزای سنگین‌تر خوبه. آدمی که به طور حرفه‌ای‌تر اینا رو سرچ کنه، مثلا رو اسمای مثلا خریدار و خریدار ملک یا مثلا صرافی این حرفا خوبه چک کنه به دلایل مختلف. خانم مالک 14 تا 18 تا بانک اس بردن، بعد میگن جناب آقای عربی این بانک ها و مؤسسات مالی مورد تایید شما برای تحریم های ثانویه هستند، آیا اضافه نشدند به غیر از بانک های قبل؟ تامین سرمایه امین، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه، بانک شهر، بانک اقتصادی نوین، بانک قرض الحسنه رسالت و 8 دیگه بانک هستش آقای. من بعضی از اینا اصلا نمیشناسم، ولی اوورال اینجوری باید واسهتون بگم، چون واقعا این قانون میتونه امشب هم عوض بشه. حالا هر اتفاق احتمالش فکر کنم کمه، ولی میشه. این مؤسسات مالی یه سری اینا وابسته به سپاه هستن و بعضیشون هم بلوکه هستن، اینو من میدونم. حالا اینا که شما قید کردین من نمیگم الزاما، ولی مثلا مؤسسه مالی انصار مثلا اینا خب بلاکن. اینو بزنید تو اون سرچ انجین قاعدتا میاد، بعد یکم باش مراقب باشین. و یه رول اف ثام خیلی خوبی که میتونم بهتون بگم اینه که ببینید، این خیلی دیگه بحث تکنیکاله، نمیخواستم به اینجا بکشم، ولی حالا باید کنم. خواهشنم سکند چیز نکنین، در واقع حدس نزنین یا خیلی بد راحت کنین و حتما با یه کارشناس صحبت کنین. ولی توی لیست اوفک وقتی شما سرچ میکنین، چون ببینید خیلی راه هست که یه نهاد میتونه بره روی لیست CIA آمریکا. بعضی هستن که صرفا چون مثلا در روسیه با آقای پوتین بستن میتونن برن تو اون لیست، بعضی هستن به علت مثلا وابستگی به حزب الله میتونن برن و غیره و غیره. یعنی در واقع بعضی از این نهادهای ایرانی که تو لیست سیاه هستن از مثلا از طریق 5 راه مختلف رفتن تو این لیست سیاه. خب یکی مثلا تو کیس این بانک ها یکیشون اینه، مثلا دوتاشون اینه که اینا فقط به خاطر اینکه مؤسسه مالی ایرانی هستن رفتن تو لیست. اون نوع بانک ها واسه اینطور کارا به طور عادی معمولا اوکی. یعنی چی؟ یعنی که آخر اون اسم وقتی شما سرچ میکنین نشون میده که مثلا اینا بر چه هستی، چند تا یه سری حروفات میذاره کنارش که اونم یه داستانی داره البته. ولی معمولا اگه فقط نوشته باشه ایران و EO 13902 که در واقع فرمان اجرایی آقای ترامپ بوده بر علیه بانک های ایرانی، اگه این دوتا فقط نوشته باشه کنار اسمش معمولا واسه این کار اوکیه. مثال باز میگم بهتون، مثلا شما بانک صادرات رو نگاه کنین تو اون مثلا چند تا اکرونیم دیگه هم گذاشتن، یعنی دیگه اونو دیگه نمیتونین دست بزنین اصلا. حالا ممکنه ایران هم جزوش باشه، ولی چون چیزای دیگه هم هست اون دیگه به طور مطلق غیر قانونی. هر پولی هم که اونجا هست بعد با یه مجوز خاص بدید آمریکا. در نتیجه خوبه که حتما اینو چک بکنه هر وقت. من که باز میگم قانون متغیره، حتی در دوران آقای اوباما. و یه نکته دیگه که بگم باز میگم اینه که بعضی از اینا اگه برجام دو هم دوباره ایجاد بشه، دوباره اجرا بشه،
باز میگم خیلی از این بانک ها ممکنه به یه دلایلی از لیست بیان بیرون ولی به دلایل دیگر باز رو لیست بمونن. مثال خوبش مثلا آقای این قاسم سلیمانی بود که مثلا فکر کنم تحت 7 8 10 تا آینامه مختلف رو لیست سیاه بودن، یعنی یکی از این نکته رو ایشون حل می‌کردن باز به دلایل چند دلیل دیگه باز تو لیست میمونن. همین داستان بانک هم دقیقاً همینه، همین که واقعا جای گس ورک به قول معروف نیست. بلکه ببینید اگر این بانک یه بانک به اصطلاح بلوکه شده در این معامله نقش داشته باشه، این پول اگه بانکتون اینجا متوجه بشه یا دولت متوجه بشه، این پول میتونه مسدود بشه و تا زمانی مسدوده که این نهاد از لیست بیاد بیرون معمولا خیلی گرفتن مجوز واسه آزاد کردن این پول سخته. همین که این نکته با این که میگم وقتی شما پول رو مثلا از دبی یا کویت میارین یا از چین و اینا، هیچ نشونه ای از اون که این پول تو ایران از کجا آمده نیستش، ولی اگه به هر دلیلی کسی بفهمه دیگه واقعا میتونه خیلی افتضاح باشه. همین که حتما اینو رعایت کنید. خب سوال آخرم فکر کنم رو میوتین زرارا صداتون صدا نمیاد. فراجان پیمان هستم فکر کنم. زهرا میوت. زهرا من بله دوباره روشن شد. دوباره میوت شد. اوکی فراجان اگر لطف کنی اینفورمیشن خودتو میتونی روی صفحه بذاری، برای اینکه سوالا همینجوری ثانیه به ثانیه داره اد میشه و ما دیگه خیلی به شما زحمت دادیم. فراجان مرسی برای برنامه بسیار عالیت و مثل همیشه ما و کامیونیتی رو همیشه شما ادوکیت میکنی با این برنامه اوفک و سانکشن و همه تحریم و همه چیز. از لطفت خیلی ممنون هستیم. دوستان من نمیدونم ایتس اوکی اگه دوستان به شما ایمیل بکنن؟ حتما منم مسئله نیستش، حتما در خدمتشون هستم. من فقط دو نکته اضافه کنم فقط در انتها در پایان. یکیش اینه که این قانونا خیلی پیچیدن، یعنی حالا نه الزاما این چیزایی که من امروز کاور کردم، ولی خیلی از قانونهای تحریمی ایران بندم که 15 سال تو این زمینه دارم کار میکنم هنوز بعضی چیزا رو باید چک کنم خودم تو قانون. همین که هیچ انتظار از خودتون نداشته باشین که کنن همه این چیزا رو حذف کرده باشین و تو خاطرتون بمونه. یکی اون، یکی اینکه من یه نکته راجبش بهش اشاره دادم، فقط باز دوباره روش تاکید میکنم که به هیچ عنوان تو ایران اگه حساب بانکی داریم این حساب ها باید بسته بشه اگه ساکن اینجا هستین، و در ایران هم واسه این معاملات حساب بانکی باز نکنیم یا نذارین کسی به اسم شما باز بکنه. معمولا اون چیزی که مد نظر دولت آمریکا اساسا یه نفر که ساکن آمریکا است اینه که اون وکیلش، حالا میخواد شخصی باشه مثلا دوستی فامیلی چیزی یا یه حقوقدان باشه در ایران، اون شخص از حساب خودش به اصطلاح اینا رو هندل بکنه. اگه خود داشتن حساب هم مسئله تحریم میتونه ایجاد کنه و میتونه مسئله IRS هم میتونه ایجاد کنه. پس اینو من یادم رفت روشی که میبیشه تاکید کنم. در هر حال خیلی ممنون از شما از همه که آن تشریف آوردین. خیلی امیدوارم که آموزنده بوده این برنامه. باز زهرا جان، پیمان جان، خیلی ممنون از شما و از مؤسسه پارس. خیلی ممنون فرهاد جان، بازم متشکرم. دوستان اینفورمیشن آقای علوی رو سکرین هستش، ایمیلشون، شماره تلفنشون اگر دوست دارین با تلفنشون یا ایمیلشون گفتن اشکال نداره، میتونین تماس بگیرین اگر سوالی دارین از ایشون بپرسین. ایشون یکی از وکلای خیلی خوب اوفک هستن که الان من تا اونجایی که من این تو پارس بودم 7-8 سال گذشته با کمک پارس میکنن کامیونیتی رو ادوکیت میکنن با مسائل اوفک و سانکشن. فرا جان خیلی خیلی ممنون شما. هوپفولی که تو کالیفرنیا بیایی و این کوویدیا انشالله به زودی و سمینارهای تو پارس رو حضوراً شرکت کنید. حتما looking forward to در خدمتتون خواهم. خیلی ممنون، مرسی. شبت بخیر عزیز.